هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مساف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مساف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند. این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی جنبش مساف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313 313. مؤسسه فرهنگی دیجیتال کوثر رایانه مهر نور و زهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی اینترنتی nourozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000 1006. تلفن 021 66 56 6000. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها و سرنا الصدع فيها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شکر خدای به که ما را از محبین مولا امیر المومنین قرار داد و انشاءالله که با همین محبت و در از آن مهمتر پیروی و تشیع مولا امیر المومنین از دنیا ببره. خب اینطور که حالا برادر بزرگوار که موجودی داشتن امر اجرا را داشتن انجام میدادن فرمودن و این کاش همه با آرزوی اصلی خود و رویت چهره مبارک امام زمان برسیم، یعنی یه آدم ها آدم هایی نیستن که آدم بخواد، خودم ها میگم والا با حاضر مانگاری عزیز کار ندارم، آدم بخواد آرزوی دیدن اینا داشته باشه ندیشه. خدمت شما عرض بشم. خب این عنوانی که مشخص فرمودن جوان، دین، رسانه و بعد همینطور پایین هم نشن رسانه های مجازی، ماهواره فیلم، من عرضم کردم زور خدمت دوستان که هر کدومش باید جلسه سخنرانیه، یعنی من همین الان فولدر دارم به اسم فقط فضای مجازی، فولدر دارم فقط اسم ماهواره، فولدر دارم این آدم بخواد توی یک ساعت یعنی بخواد جمعش کنه ماجره رو خود کنه یه خورده نگه، واقعا کار سخته، چون یا یک مطلبی رو میگی باید کامل بازش بکنی و یا نه میگن آقا این چی شد، این چی بود، این منظورش این بود، منظورش اون بود از یه حرف. بعد از این جهت و از این حیث یک خورده شاید کار سخت بشه. من طرف دیگه مگه تمام سرتیترا بیان نشه شاید فکر کنیم مثلا همچین چیزی اصلا موضوعیت نداره. حالا من ترکیب از هر دو تا رو انجام میدم، این کار سخته هست. ببینید ما کلام الله مجید یه سری اشارات داره، یک کاش ما اینها رو خیلی جدیتر نگاه میکردیم، یعنی به صرف این داستان نگاه نمیکردیم. حد اولش این که به لحاظ ذهنیت سازی و ایجاد اندیشه و تزریق اندیشه واقعا ببینید شما یه مثال میزنم که تو کتاب دینی هم بود، برعکس همین مثال که کسی دیگه برعکس حالا به ما خورده نگیره. چون یه وقتی ماجرای حضرت یونس نقل میشه، اینکه انسان بتونه در بطنی زیر دریا زنده بمونه، حداقلش این داره یه ایده علمی ساخته زیر دریا رو شده. اینکه حضرت سلیمان یک انسان بتونه تو آسمان پرواز بکنه، حالا با مواردی که گفتم سوار بر قالیچه، سوار بر شیئی، به هر حال در آسمان چی؟ پرواز کنه و عنصر اساسی هم چیه؟ هواه.
باد هوا عنصر اساسی. این میتونه ایده در ذهن چیکار بکنه؟ به وجود بیاد. این دو تا مثال رو زدم که حتی این ساینتیست هایی هم که خیلی بحث های علمی دارن بگیم نه عزیزم اینا قرآن بخواد اینجوری حداقل داره، اما از اون مهمتر یه سری بحث ها مطرح کرده که امروز محل بحث من و یک سری روایات آخر زمانیه، اینه که وقتی صحبت از سحر میشه در قرآن و ماجرای حضرت موسی و اون جادوگرانی که جلوی حضرت موسی قرار میگیرن، به وضوح صحبت از سحر در چشمان و حوزه خیال به وضوح میگه سحر کرد چشمان ایشان را، یعنی اون عصاها و اون طبقها مار نشدن، اینا مار دیدن. یو خیل الی خیال کرد نه که شده باشه. در عالم گذشته در قدیمه ها به این میگفتن سینیا، چیزی تغییر ماهیت نده و شما رو چیز دیگری ببینید. الان خیلی بعضی از این کسایی که مواد مخدر رو بگیم، خیلی کسی که مواد مخدر روانگردان استفاده میکنن، یه سری توهمات بهشون دست میده، یه سری چیزا میبینن، واقعا میبینه طرف میگه یک نفر اومد، اونا فکر میکنه این طرف مجنون شده، مجنون منو جن زده میگه، یه موجود نامرئی رو داره میبینه که بقیه توان دیدنش رو ندارن. هر اتفاقی هست در این افتاده نه در فضای این طرف. یا وقت از این استنباط نشه که ما داریم بحث مقوله موجودی به اسم جن که در قرآن بهش اشاره شده میخوایم مثلا رد کنیم و بگیم نه خیر، برای شما خودم خصوصا سخنرانی کردم منظر رمالی جنگیری تو اینترنت هست میتونه وجود فرمید، برایش من ردش که نگردم تاییدم کردم، گفتم چند موجودی هستم تو قرآن گفته و من تا گفتم موزه اختیاراتش چیونه بحث کردم کسی میخواد بره بشون مثلا کسی که سراغ دعا نویس اینا میرن حتما سخنرانی بشون. این نکته اساسیه که ما رو حوزه خیال و ذهن انسان‌ها و حوزه ادراکات اینها بتونیم اثر بذار بشیم و قرآن اشاره میکنه که اینا ابزار اینا میشه. یعلمون الناس السحر، فعل مضارع هم استفاده میکنه، یعنی این استمرار داره، همیشه اینا همینا. من در مورد کی استفاده میکنه؟ یهودیان بد، نه یهودیان خوب. اون یهودیان بعد ما بهش میگیم چی؟ صهیونیست ها. اشاره میکنه میگه نه از این عنصر استفاده خواهند کرد، من خدا دارم میگم. در قرآن هم میگه لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، بیشک دشمنترین افراد نسبت به مؤمنان را این یهودیان خواهی یافت. یعنی بالاخره یه روزی خودت به این نتیجه چی میشه؟ میرسی و میفهمی که بدترین افراد نسبت به مؤمنان اینا، لامش تأکیده، تای مضارعش تأکیده، نون مشدد آخرش هم تأکیده. شما اینا رو که کنار هم دیگه میچینید به این نتیجه خودتون میرسید. یعنی چی؟ یعنی این که من به قرآن من یک نگاه دیگه دارم. بعضی خیلی به من میگن آقا مباحثی شما مطرح میکنی از کجا میاری؟ من میگم میخواد باور بکنید میخواد باور نکنید. من ریشه رو از قرآن میگم، اصلش از قرآن میگه. قرآن به من میگه اینها تو حوزه سه بود بگه و امروز سه الزاماً فقط به معنای این که جادو جنبری باشه، سیمیا کنه، کیمیا کنه، لیمیا کنه، ریمیا کنه، هیمیا کنه که حروف اول دارم چی بشه کله سه، بخواد تو این فضاهای علوم غریبه و اصلا جزا جون نخه، اینها یک ابزار دیگری دارن در اصلش استفاده کنه تحت رو رسانه. رسانه از اونطور که از بن مزاره رساندن آمده، رسانه یعنی وسیله‌ای برای رساندن. یک موقع صحبت سر اینه، اون رسانه به عنوان ابزاری برای رساندن هزار جور درش بحث هست. من یک برنامه داشتم با آقای خدمت شما عرض کنم، بله کی؟ آقای فرازتی، یه لحظه اسمشون از ذهنم رفت. آره توی اونجا مثلا حالا بنا بود در مورد جنگ نرم اینا صحبت بکنیم، چون بحث کشون به ماهیت رسانه. من همونجا هم عرض کردم و میگم دوستان گفتن اولین بار بود که فرازاده با کسی مخالفت نمی کرد. خب
نکته که وجود داره اینه که توی بحث رسانه ما اونجا علاقه ایشون میگفت رسانه تلویزیون این نوع رسانه، حالا رسانه مختلف ما داریم دیگه، دیداری، شنیداری، مکتوب فلان، این رسانه دیداری، شنیداری مدیوم ما برای انتقال مفاهیم نیست. یعنی ما نمیتونیم از رسانه استفاده کنیم برای انتقال مفاهیم. که من این مطلب رو میگفتم اصلا محل بحث ما نیست، برای دوستان مثال نقضم آوردم که چقدر میشه ازش استفاده کرد، استفاده هم کرد، گفتم آقا صدا سیما سه چهار تا سریال ساخت با موضوع همین اهدا عضو، کشورمون شد چهارمین کشور اهدا کننده عضو در دنیا. فلذا رسانه اثرگذاری داره، میتونه فرهنگ سازی بکنه. بلکه ما ندیدیم شأن و نقش رسانه رو، بلکه بنده انتقاد دارم به خدا قسم و حاضرم اگر بخوان آقایان یک برنامه رو در تلویزیون خودم برعهده بگیرم بهشون یاد بدم که شدنیست. رسانه توانایی امر معروف و نهی از منکر جمعی دارد اساسی، یعنی جوری که هزار نفر تو خیابون اگه بخوام بگه یکی به اون یکی بگه اینجوری اثر نداشته باشه، که از این حیث دیده نشده. من مثال‌هایی برای شما می‌زنم، یک داور مسابقه فوتبال از یه هفته قبلش بنده خدا استرس داره که فوتبال به کنار 90 منو چیکار قرار بکنه. آره الان اینا توی زمین فوتبال هم بازیکن‌ها که مفروش میدن دستشون به جلد دهنشون میگن این آقای فردوسی پور لبخونی میکنه. یعنی چی؟ یعنی چشم بیدار رسانه برای نهی از منکر و امر معروف. حالا سر این محکلی بحث داریم، معروف چیست، منکر چیست، دار که وقت میبینید بعضی ها نهی از معروف میکنن امر منکر میکنن عکسش رو عمل میکنن، سر این بحث داریم. حالا اگر درست باشه میبینید آقا اصلا باید طرف از این چشم بیدار اجتماعی بترسه، این کار رسانه است که دیده نشده. یعنی من کارکرده مثبت، من اول نگاهم به همه چی مثبت، بدترین تهدیدها رو من فرصت میدم، بدترین تهدیدها رو من فرصت میدم، میگم که آقا هر تهدید میشه که فرصت تبدیل کنه، چون ایدئولوژی ما اینطور رو یاد داده. شما جز تشیع اگه جای گیر آوردید، جای شما 30,000 نفر 70 نفر رو دوره کنن به خاک و خون بکشن، پیروز ماجرا اون 70 نفر بشه. اگه تونستید گیر بیارید یک زن جوان در مقابل کلی مرد بریسته مورد ضرب و شتم قرار بگیره و پیروز جریان بشه، اگه تونستید گیر بیارید جای دیگه؟ این تشیعه که فقط هر تهدیدی میتونه فرصت تبدیل کنه. تشیع با گریه کردن کتک خوردن میتونه پیروز بشه. امام ما در دعای کمیل به ما یاد داده، میگه خدای سلاح ما بکاه. اینو هیچ جایی که شما گیر نمیارید. فلذا اصلا من نگاهم به رسانه نگاه مثبته، نگاهم به اینترنت نگاه مثبته، نگاهم به ماهواره نگاه مثبته، نگاه به فضای مجازی مثبته، منتها به شرط استفاده صحیح. منتها از اونجا که دشمنی حرفه‌ای داره تو حوزه رسانه و ابزار، دقت کنید، ابزار رسانه او آورده، خب از ما جلوتره، ما همیشه یک قدم عقب‌تریم. این غلطه. اگر تلویزیون ما به این سمت بره که فقط بخواد تقلید بکنه شکل مسابقه ها، شکل برنامه ها، خراب میشه. چندین سال پیش بود من به دوستان میگفتم، شاهد هستم، میگفتم تو کشور ما یک شبکه سرگرمی باید به وجود بیارن و زمانهای رزنا این هنرمندهای کشور رو که اوزای سرگرمی و انترتینمنت هستن جمع بکنن، خطوط قرمز رو بهشون نشون بدن و برنامه رو کنترات بدن به خودش، صفر تا صد دست خودت، بگیر یک ساعت و نیم کنداکتور دست توه، هر کاری دلت بخواد بکن داخل خطوط قرمز ما. برعکس یک جاها میبینه اثر گذاری اون فردی که به عنوان یک جوکر، به عنوان یک شومن اومده داره صحبت میکنه و یک نکته اخلاقی میگه، میبینه از یک و از اثرش اثر گذارتر، مثل اینه که یک نکته اخلاقی رو معلم ریاضی رو ما میگه از اثری که معلم پرورشی رو بچه ها میده بیشتر. الگوسازی که میتونه توی این زمینه انجام بده در این هیچ شکی وجود نداره. بگذارید مفاسد اقتصادی از صدا و سیمای ما بترسند، بگذارید مفاسد اجتماعی از صدا و سیمای ما بترسند، بگذارید کسانی که قدرت رو در انحصار خودشون درآوردن از صدا و سیمای ما بترسند، بگذارید رسانه ما هیچ وامدهی به هیچ دولتی نداشته باشه. هر دولت های تلویزیون رسانه حاکمیتیه،
هر جایی بخواد دولت پاشو کج بذاره بیاد گوشتر بکنه و نقد منصفانه انجام بده. این اون اتفاق قشنگی. پس کار کرد درست مصبت که این تشخیص این نیاز با آمدن به این حوزه کار کردن خیلی مهمه. یک نفر بتونه کار انجام بده. اما وقت شما ببینید این شبکه رو خارجی زدن اون شد و سابقه نه سابقه شد اون. اول شد اون، نخست شد اون. بعد تو بیایی تقلید بکنی نمیشه. این خوب نیست. شکل اخبار گفتن اون مثلا مدلی باشه از مدل اخبار گفتن اونها اگر رنگ منزله یا تغییرش بده تو. تجربه های خوب هم داریم توزه رسانه ها. اینو شما میدید. فلزا بله من قبول دارم چون اونها بیشتر دارن از رسانه سرکنم بعضی فکر میکنن اصلا تلویزیون میدیوم هم هست. مثالی هم که گفتم یکی از این دوستان ما میزدن تو هم برنامه هم عرض کردم به جام جادار بگم میگفت آقا این رسانه ضد دین کلن ذات رسانه هم دوست دارم ذاتن رسانه ضد دین میگم چرا؟ میگم من دیدم بچه هم مارنزون بوده یک تایمی بود مراجع بزرگوار تقریب میامدن یک نکاتی رو میگفتن خیلی کوتاه هم بود مثلا بعد میگفت آقا من دیدم بچه هم دراز کشیده رو مب داره جو بشون این اگه میرفت تو مسجد دو زانو میشه گفتم شما میتونید نتیجه رو بگیرید قبل از انقلاب رسانه یک تلویزیون ملی شاه تلویزیون ملی چی؟ شاه که مسئولش حبیب ثابت فاصل یهودی بهایی شده بود یک رسانه 100% ضد استکباری و ضد استعماری بود گفت چطور؟ گفتم به خاطر اینکه وقتی شاه هم نشون میده تو بچه شما اگه بی بود یه خودت بچه بودی اون موقع دنگاتو دراز میکرد بچه نتیجه رو بگیریم که رسانه ضد استعماریه رئیس ساواک هم والا تو خونش میشسته شاه داشته صحبت میکرده لنگاشو دراز میکرد نمیدونم سیخ باید احترام بگذاره اینجوری که اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر داره صحبت کنه تلویزیون اینجا دیوانه است بله اینو می قبول میکنم یکی از ویژگی های این رسانه قب شکنی بله یکی از ویژگی هاشه چون طرف احساس حضور نمیکنه حضور فیزیکی احساس راحتی میکنه اما از اون طرف ماجرا هست کثرت مخاطب هم یکی دیگه از ویژگی هاشه تو کدوم منبر اینقدر مخاطب گیر میاره شد نهایتا در گذشته آقا 3000 نفر 4000 نفر جمع میشدن یک جا صدای طرف نمی‌رسید، بلنگو هم نبود. این صحبت می‌کرد، یکی 200 متر به جلوتر وای می‌ساد، صحبتی رو داد می‌زد. می‌ری 4-5 نفر صدا همینجوری می‌رفت. نبود آقا. خب با این میکروفون میشه کنسرت هم اجرا کرد، سخنرانی دینی هم انجام داد. بیایم بگیم ذات میکروفون این است که ضد انقلاب است، صهیونیست است میکروفون به تو استفاده درست بکن ازش. یه سریال ما ساختیم با کل ایران که ایرادات داشت، جدی داشت ایراد فنی تاریخی داشت که داره برطرف میشه، بهتر هم قرار بشه در سریال حضرت موسی سریال حضرت یوسف بابا چطور مورد بازدید مخاطبان قرار گرفت؟ وزیر گردشگری مصر میگفت سریال یوسف و صدیق از الطاف خفیه الهی برای انقلاب مردم مصر بود الطاف خفیه الهی برای انقلاب مردم مصر نمیتونی بیداری اصلا با این سریال تیم نشون بود میدونید اصلا غربی از سریال های مذهبی جمهوری اسلامی را میترسن چون بازخورد خیلی خوبی توی کشورهای اسلامی داره اعم از سنی و غیر سنی چون میدید که سر سریال مختار خیلی دیگه اینا حجمه کرده کار به جای رسید برخی از این تکفیری ها فتوا دادن اصلا اون تلویزیونی که توش مختار دیده بشه و سیمش رو کشید میبادن سیم از بردر بود این نگاه به رسانه نگاه فرصت محور را داشته به تهدید رو بود پس کثرت مخاطب رو چرا شما نگاه حالا کثرت مخاطب دشمن هم میتونه استفاده کنه تو هم میتونه استفاده کنی برعکس اگر ما اعتقاد ما باطلن الباطل و خدمت شما کنم اینا که اینجا شیطان کان از ضعیفا اینا اصلا اهمیت اینا زورشون ضعیفا ما میتونیم بگیم بسازیم بله تجربه ها مفیدش رو بگم پرستیبی رو که بستن المناری رو که بستن العالمی رو که بستن هیسپان تیوی رو که بستن همه این بستن ها نشون میده شما درست عمل کردید خوب عمل کردید طرف دادش در میده بستن چون ماهواره نداشتید برو برنامه ریزی کن تکنولوژی ماهواره رو به دست بیار تا دفعه بعد نتونی ببنده شما رو بگو منم میخوام حرف رو بزنم
میده پرسینه اصلا جمع‌آوری جذب مخاطبش عجیب غریب بود. اصلا نمودار جذب مخاطبش شیب تون داشت. کشورهای غربی بودن نگاه کرد یه حرفایی که ما یه عمر نمیتونیم بزنیم. صهیونیست ها قبضه کردن رسانه رو، دهن رو قبضه کردن، بلندگو رو قبضه کردن، میکروفون دستشون اینجا داره برای ما میزنه، یه میکروفون دیگه اومده وسط، چرا داشت استفاده کرد؟ امروز در دنیا 55 میلیون کلمه خبر در روز داره تولید میشه، 90-95% اینا رو چهار تا بنگاه صهیونیستی داره تولید میکنه. اسوشیتد پرس، یونایتد پرس، فرانس پرس و رویترز کم نیست دا. تو 198 تا اشتباه نکنم تو که حضور تو ذهنم مونده، حافظم دارم رجوع میکنم، کشور در دنیا اینا خبر خودش نمیرسون. یعنی آقا رسانه فلانجا میخواه بگه به نقل از اسوشیتد پرس. چقدر روزنامه، چقدر برنامه رادیویی، هالیوود خودش یک امپراتوریه، امپراتوری رسانه ی هالیوود که دست یهودی هاست بزنن. این چیزی نیستش که بخوای ما بگیم آقا ما کشف بهش کرد. خود امریکایی ها میدونن، امریکایی حرفی هست بینش شبه زر مثلا میگن که یهودی ها وقتی ما وقتی میریم سینما میخوام میریم کارگردان چی گفته، یهودی وقتی میرن سینما میخوام میرن چی گفتن. یعنی ما میریم ببینیم یهودی چی دارن تو مخ ما میکنن. مگه مارلون براندو اون زمان جایزه اسکار گرفته بود گفت هالیوود آوند اند ران بای دی جوز، هالیوود مال یهودی سراسر اونها اداره میشه، پدرشو در آوردن انقدر این اذیتش کردن، بیچارهش کردن، فشار میذارن گریه کردن افتاد. حقیقت رو بگم فوش هم نداد تو اینم نکرد، گفت هالیوود مال یهودی اساسا مال من با توسط اونها اداره میشه. اینجا باید دید که آقا این نکته رو پس بعد ببینیم چجوری استفاده میکنه. نکته دیگه هم اینه که ما باید مردم آموزش بدیم، ما باید مردم آموزش بدیم در مقابل حجمه های منفی رسانه و سوء استفاده های غلط رسانه آسیب پذیریشون کم بشه. نمیگم صفر بشه، نشدنیه. همونطور که شما به بچه، به یه دختر خانم تو خونه آموزش میدید، به یه آقا پسر آموزش میدید، این چاقو تو خونه هست، تیزم هست، درسته؟ تا یک برهه‌ای که فیلتره، بهتون بگم، یعنی اصلا چاقو دست بچه نمیدید، اصلا این حوزه‌ای که خود اونها هم دارن، اصلا حوزه فیلترینگ حوزه عقلانیته، حوزه کار بدی نیستش که فکر نکنید، ولی اگه استفاده‌های ابزاری ازش بشه بد. شما داری با پسر 17-18 ساله صحبت می‌کنی، بچه 3-4 ساله نه دیگه سکوت می‌کنه، فیلتر می‌کنه حرف، چون یه چیز هست به درد این می‌خوره به درد این نمی‌خوره. اون مباحثی که شما داری به عنوان پدر داری به پسر گوش زد می‌کنی، این بچه بشنوه ذهنش به هم می‌ریزه. پدر خانواده یک سری مشکلات تو بیرون خانواده داره، به همسرش انتقال نمیده، میگه این زن من خود کاری از دستش برمیاد جز اینکه من بگم اعصابش چی بشه، خرد بشه، نه که پنهان کاری کنه تو زندگیش، نه اشتباه نکنه، برعکس ندانستن به نفع این خانومه. اینا رو عنایت داشته باشید، ما اصلا خودمون به لحاظ عقلانی صبح تا شب داریم فیلترینگ انجام میدیم. بعد یک سکه برای ما داریم، اگر اونجا درست کارشو فیلترینگ انجام وارده تو شما بچه ابزار، آقا چاقو ابزاره، همیشه باش عمل جراحی انجام داد، همیشه که کش میگه فعلا نمیفهمه این چیه، ممکنه به خودش چیکار کنه؟ آسیب برسونه، میاد ازش میگیرید. اما به یه سنی که میرسه مادر میخواد تو آشپزخونه گوشت خورد کنه، به پسرش و به دخترش میگه مامان بی زحمت اینو برام تیز میکنی؟ یه نلبکی بشقاب چینی میدونم برمیاد و پشت بشقاب شروع میکنه، یا با چاقو دیگه شروع میکنه تیز کردن، یا با چاقو تیز کن. یعنی چی؟ یعنی اصلا تو بیا همکار من شو، بیا کمکم کن. این تعریف است. شما اگر به اون فرد یاد دادی و آموزشش دادی، خیال راحت بشه. من یک مثالی برای شما میزنم و افرادی که این نظریه رو قبول ندارن در بنبست قرار میگیرن. بنده با خیلی از مستبصرینی که خارج از مرزهای ما زندگی میکنن، اصلا نیتیو مال اون منطقه هستن، اصلا ایرانی نیستن، ارتباط دارن، فرانسوی، اسپانیایی، امریکایی، کشورهای مختلف از شرق آسیا، عرب، سوالی که من میپرسم اینه، اون شیعه فرانسوی، اون مسیحی کاتولیکی که مثلا آمده شیعه شده، ما
و اسلام رو اختیار کرده، این توی خیابوناشون تاثیر مستجل نمیره؟ این احتمالاً این آقا وقتی از در خونه میاد بیرون اولین کسی میگه حاج محمد آقا رو ببینه. سلام علیکم و رحمت الله. آقا دارم دیگه که انشاءالله معلومه دیگه جمعه صبح جمعه پاشو بیا مسجد. کدوم مسجد بیا؟ حسین نه پام درد میکنه مسجد دو تا کوچه دیگه نه من مسجد سر کوچه بیام خوبه؟ از این از این مکاز این دیالوگا هست؟ شیعیان حق به ساخت مسجد نداره. میرم بیابونها رو جنگلا به این تکفیری اجازه ساخت مسجد داده میشه. آقا تو میگم یکی از این شیعه فرمسته میگه من از آنجا به حقانیت شیعه پی بردم، دیدم به تنها گرایش اسلامی که تو فرانسه سنگ اندازی میکنن برای فعالیت دینش تشیع، دیدم بقیه آزار میگه بیان مسجد میسوزن میرن بیان کاری ندارن. این نکته تو شما عنایت داری که باید بره بلنش مسجد یک مسجد کارایی. من یک فیلمی نشون بدم از یکی از این دوستان شدم از سخنرانی قبلا نشون داده باشم جا داره الان یک بار دیگه ببینیم از مسجدی که اینا رفتن ساختن. کسی که نمیتونم بینید بقلای سالانن بقیه برشون تعریف ما میگیم شما باور کنید که همین هست مسجد این هاست هست. یک جاده که تازه شده داره اینجا میگه که این جاده کل خوب شده، لودر آوردن، بولدزر آوردن، درستش کردن. میگه نه خوش به جاده آسفالت رو داره، قبلا که میومدی با لندوور هم که میرفتی فرق میشدی با پایی. این یک عده از جماعت شیعیان اثنا عشری فرانسه رفتن تو وسط جنگل ها این مسجدشون. این تصویری که می‌بینید به همه چی شبیه جز مسجد. چرا؟ چون عضو می‌خوام از مسجد شد. قبلش اونجا استبل بود، محل نگهداری اسب بود. رفتن اونجا گیر آوردن، پلیت زدن، بشکه رو باز کردن، چسبوندن، یه تیکه فیبر چسبوندن. سپس لازم شد هر کس تشکیل خانواده بده و به زندگی خود بپردازد. ایشون اسم خودش رو گذاشته سلمان و بعد از گذشت چند سال بود که تونستیم این مسجد رو بسازیم. و مجموعه مون رو به سمت وضعیت موجود رشد دادیم. میان شنبه و یک شنبه ویکندشون تعطیلاتشون رو میان اینجا چیکار میکنن؟ آموزش قرآن میدن به بچه هاشون چون مدرسه‌ای وجود نداره آموزش قرآن بدن. نماز جماعت میخونن. آرزوشون که شنبه شنبه شما بریم نماز جماعت بریم. یکی از خودشون به عنوان امام جماعت ایستاده. همش کار دست خودشون یا اگر کسیشون اومده ایران به عنوان چیز برده اونجا داره به عنوان سوغات برده میگه آقا اینجوری بود این استبل روزی که ما خریدیم اینجا. حالا من برید اینجا آموزش قرآن میدن به بچه هاشون که یاد بگیرن قرآن بخونن، عربی رو یاد میدن بهشون. ببینید ترجمه یا حجت ابن الحسن العسکری در فرانسه. اینا پدر مادری شیعه نبودن ها، رسیدن به تشیع. به این تخت سیاهایی که با ایده خودشون در آن واحد چندی نفر ازش استفاده میکنن تا میشه دروه. ببینید روی کارتون نوشتن، نداشتن وایت بورد، نداشتن روی کارتون، برداشتن سوره حمله نوشتن. این در آن واحد دو نفر دارن استفاده میکنن. من یک صحنه از این آقای سلمان دیدم واقعا تکان دهنده بود برام.
و واقعا گریم گرفت. اونم که ایشون مفاتیح نداشت، مفاتیح رو براشون با دست نوشته، مفاتیح رو برای اینکه داشته باشه برداشته با دست نوشته. من فیلمه نگاه کنید، داره دایی کومیل میخونه ولی هم کنون فرار رو من حکومتی ببینید با دست نوشته. من اللهم این نتقه عربو الله که اسئله که به جوده کن تو دنیایی خب ولاد قبائه ساترن. بعد ترجمه فرانسش هم ایشون بخونه. سوالی که بنده دارم اینجا اینه، این آدم میاد تو خیابون تصویر مستحجن نمیبینه؟ این آدم میاد تو خیابون بد حجابی نیست؟ مثلا حجاب هست که بگید بد حجاب یا بی حجاب هست؟ حجابی ندارن تو دانشگاه روسری از سر دختر میکنن، با حجاب راهش نمیدن توی محل تحصیل. شو خودش میگه سر کوچمون نایت کلوب بوده، کلوب شبانه، گفت زنای مست و این که دوچار فحشا بودن میامدن همینجور تو کوچه. خب این فیلتر رو یاد گرفته تو درون خودش بوده. گرفته چی شد؟ یک بار قراره اطلاعات فیلتر شده به ما برسه، یک بار قراره اگر از اون فیلتر گذشت یا نتونست فیلتری صورت بگیره من خودم این فیلتریزاسیون انجام. این اون هنر اصلیه. فلسا عزیز من، ما به قول یک مثال میزنم، میگم آقا او که تو فرانسه هر کانالی رو که میزده ماهواره بوده، غیر اینا هر کانالی میزده کانال شوش بوده، فیلمش بوده، ماهواره بوده. با اونجا بحث اینه که یه نفر بره دیشاشون رو جمع بکنه؟ نه اینطور نیست. اما آیا این به این معنی که خب ول کنیم مملکت رو بمونه؟ خیلی عرض کردم بچه باید چاقو دستش ندید. برخلاف اینکه شما فکر میکنید بیشترین فیلتریزاسیون رو دارن خود قلبی انجام میدن، مخیلتون نمیاد برای تو مسائل بعضا جنسی آزاد گذاشتن، چون بعضی ها فقط زندگیشون از این باب میبینن، از این منظر میبینن، میگن آقا فیلتر اینجا میدن. 12 میلیون سایت پورنو در دنیا وجود داره، کسی هم نیستش که خودش بپرسه کی پشت سر این هاست. میدونید فیلم داشت، سایتی که فیلم تولید میکنن و فیلم نشون میدن، چه هاست رو میخواد، چه هاست آسو سروری میخواد، چقدر هزینه اینه، فایل متنی که نیست، کی پشت سر این هاست رایگان فی سبیل الله داره این را انتشار میدن با دستمندی های خاص. آخرین نظرسنجی ها اینه، بیشترین فایل های ویدئویی مستحجن که دیده شده در غرب، در غرب نه فکر کنید شرقیه فقط رفته دیده، نه خیر، آی پی ها چک شده، بررسی شده، در خود غرب دیده شده اینسست سکس بوده، سکس با مهاره، شکسته اینا رو دیده، تمامشون کرده، له شده، اصلا جامعه دیگه اصلا آرزوی تشکیل خانواده دارن. شما توی فیلم های امریکایی دیدید که الزام کرده دولت امریکا بر فیلمسازانش که شما خانواده رو نشون بدید تو فیلم. دید همیشه اتفاقات حول یه خانواده میفته، یه خانواده این خطر رو تهدید میکنه و این زن و شوهر دو تا بچه هم دارن، جمع میکنن این خانوادهشو محکم نگه میدارن، حتی یک جایی که فیلماشون هست این اصلا طلاق گرفتن سر به خاطر بچه هاشون به هم نزدیک میشن، به خاطر امنیت بچه هاشون و آخر فیلم دوباره به هم میرسن. صدها و بلکه هزاران فیلم توی همین زمینه ساختن، برای اینکه اونها در برخی از کشورهای عزیز من اینا خطر دیگه. اگر فیلتر آ جمهوری اسلامی این بحثا نیست، فرانسه تولیدات امریکا رو فیلتر میکنه تو کشورش، یعنی فیلم های امریکایی از یک میزان ساعت خاص در ماه میتونه بیشتر حق پخش نداره تو فرانسه، رسانه فرانسه نگرانه. نکته جالبتر رو شما بگم، بی بی سی را بنده تنها رسانه خاکستری دنیا میدونه، بی بی سی انگلیسی رو. میدونید یعنی چی؟ بی بی سی انگلیسی برخلاف فارسیش و عربیش، دقت کنید، بی بی سی اصلا اخبار انگلیسی، اصلا بریتانیا رسانه هاش کلن اینجوری که خاکستری جامعه متوسط رو نشون میده، اصلا اجازه نمیده شما جامعه آرمانی نشون میده. میدونید چرا؟ چون جامعه آرمانی نشون میده ضعف رو تو چشم میده، یکی مبنایی است برای سنجیدن دیگه. ها؟ اما دقیقا تو فیلم هایی که می سازن برای من و شما جامعه آرمانی شدن و رسانه ما متاثر از این شده. شما امروز میبینید که برای تنها قشنی که در کشور ما فیلم و سریال ساخته میشه طبقه متوسطه.
تو سریال ها و فیلم ها یا پولدار پولدارار دارن نشون میدن یا اون کارتون خوابارو که ماها هیچ کدوم اینها بگیم نیستیم. ماها خودمونو کجا پیدا میکنیم؟ من به شما بگم تو سریال های ترس که بر طبقه متوسط، تو سریال پایتخت خودمونو میبینیم. یه نفر با هزار جور بدهی داره یه خونه میسازه، با پسر خالش رفیق، رفت و آمد خانوادگی داره، درست یا نه؟ این ماهی ما تو سریال اگر این پایتخت رو میبینم علاوه بر حالا بحث موضوعش و فلان، برای که آقا داستان خودمونه. شما اگر بخواید برید توی تهران یه شب بمونید، فردا صبحش کار داشته باشید، بعد با یه ماشین دهتونی برید، با یه 19-20 به کنفرانسی برید، بقولید اسباب اساسی هم پشت باشه، لافت و شک داشته باشه، هوا خوب باشه، یک منوط هم میرید پول هتل میدید؟ طبقه متوسط و متوسط به این کار نمی کنه. میان آقا تو ماشین خودتو میخواه، حواسم به وسایل اونم هست، 5-6 تا توجیه دارن. میبینید تو سریال پایتخت همین اتفاق میفته. اون بابایی که خونش دست ایناس میاد چیکار میکنه؟ پول هتل میده به اینا دیگه، میگه بگیرید. اینا پولو میگیرن به یه زخم دیگه‌اش میذارن. از این جور صرفه‌جویا تو طبقه متوسط هست. این بد نیست، درست اگه تبیین بشه انگلیس برای رسانه انگلیسیش بی بی سی انگلیسی اخبار اجازه نمیده پخش بشه که جامعه خاکستر متوقع کنه. و این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما وقتی توی این داستان شما یک طرف فقر ببینی، فحشا ببینی، یک طرف پولدار ببینی، یک طرف دارا ببینی، یک طرف ندار ببینی، به چه سمتی میری؟ نداره که نمیخوای باشی، به سمت چی؟ دارا. یک توقعی در ذهن شما به وجود اومده از جنس توهم، چون خونه رو ما نمیتونیم داشته باشیم. یکی از ایراداتی که امروز به جد وارده، به جد من رو تأکید میکنم وارده بر رسانه ما، اینا رو انتقال بده یا بذار یه بار علای خودتون هم چیز پخش کنید. خب به جد وارده اینکه توی بحث ازدواج واقعا ما یک سریال هم نداشتیم، یه سریال نداشتیم، یک زوج جوانی رو نشون بده که رفتن با سختی توی زیرزمینش زندگیشون رو شروع کردن، توی آپارتمانی توی طبقه تو پایین شهر، توی متوسط، تمام خونه‌هایی که نشون میده بالا شهر 300-400 میلیون تومان پول رهن خونه هست فقط من بهتون قیمت میدم. من رایفی که خودم خونم طبقه متوسط تهران به پایینه و خونه ندارم، از خودم مستأجرم، با افتخار نمیگم چون توهم ندارم. من میگم آقا بخوام یه خونه بخرم باید اینقدر پول بدم. مثل الان یه جای خوب تهران دیگه، خوب یعنی خیلی خوب نه ها، مثل 6 میلیون تومن، 5 میلیون تومن، یه 50 متری شما بخوای بخری 5-6 تا 30 تا 300 میلیون پول بدی، 50 متر یعنی بخور تو در دیوار 50 متر ندارم آقا. من با 1 میلیون هم کنار بذارم 300 ماه تقسیم 12 کنون چند سال میشه، تا موقع اون خونه دیگه 300 میلیون طبعا نیست، رفته بالاتر. من فقط باید به رحم فکر کنم. متوجه چی شد؟ وقتی یه خونه رو نشون میده که 300 میلیون رهنشه، یه ماشین 50 میلیون به بالا دست این زوج جوانه، یه خونه مبله شده با 100 میلیون وسایل، چی میخواد بشه؟ دو تا سریال ما کلا نشون دادیم که نشون میده دو زوج جوانی تونستن زندگیشون با سختی شروع کنن، اما با عشق اون کسی که دوست چه برایش یه دنیا میارزه رو این دست نزاشته. یکی همین ستایش بود که بعد بیزار کرد بیننده رو از اینکه آره بیزار کرد که بابا اگه تو بخوای دنبال محبت بری، دنبال انسانیت بری، دنبال اخلاق بری، بدبخت میشی، شوهرتو میکشن، آواره میشی، از این شرم میگه دیوانه میکنم مگه خودم میکنم. درست یکی دیگه هم یک سریال بود تو شمال بود، یه زن شوهر جوانی بود به هم رسیدن اینا، بعد تو شالیزار این دختره کار میکرد که شوهرش چی؟ از یاد رفته، از یاد ما هم رفته بود خب؟ آره از یاد رفته. این خیلی جا من واقعا سریال رو دنبال کردم تا آخر، میگفتم چی سریال؟ آره اون جایی که مخالفت پدر مادرش ازدواج کردن کارش بد، اون بد آموزش بود به کنار، گفتم باری کلا داره یاد میده که چی؟ تو تا جوان به خاطر اون رابطه عاشقانه و دوستی که با هم دارن میخوان زندگی مشترک تشکیل بدن نشستن کنار، دارن سختی تو روستا داره تو شالیزار داره کار میکنه، بعد
منتظرم بودم که کی میخواد خراب بکنه، چون بعید همچین چیز اتفاق بیفته. دیدم به علی تومون آقا رفت دو تا شو. و قشنگ دختره فرمود این مردها ارزش اعتماد کردن ندارن، تو فاینا میسوزی. بعد میگه چرا آمار طلاق رفته بالا، در بیرجن شده 6-1، در استان خراسان جنوبی شده 8-1، تا یکی دو سال پیش 13-1 بود. از هر 13 تا یکی طلاق بوده، استان شده از هر 8 تا یکی طلاق، شهر بیرجن از هر 6 تا یکی طلاق. آمارتون خیلی خوبه، کرج از هر 3 تا یکی طلاق. استان سیستان و بلوچستان کمترین نرخ طلاق داره، از هر 13 تا یکی طلاق. بین علما اختلاف افتاده. باید هوشیار بود. اصلا این آقا این بچه که میاد بعد یک توهم سیندرلا گونه در ذهن دختران ما رسانه تونست بکاره. ببین دارم کار کرده رسانه. اصلا تا الان شما دقت بکنید من گیر زیادی به این رسانه سرویسی نبودم به خودم. من دارم ذات رسانه رو بررسی میکنم که چطور میشه ابزار درست ما خراب کرده و میشه درست بسید. بابا با پول خودمون ساخته شد این سریال ها، با پول خودمون ساخته شد و ضد ارزش ساختیم. یعنی گفت بل کن مارادونا رو، بیا اینو بگیر الان دیگه، این خطرناک‌تر شد. خب اینا خطره. بعد شما میگی چرا آمار سن ازدواج میره بالا؟ برای اینکه یک توهم سیندرلا گونه در ذهن دختران ما توی این سریال ها پاشته شد که یک نفر سوار بر اسب سفید باید بیاد اینا نجات بده. من خانواده‌ای رو می‌شناسم وقتی نگاه مثبت دارن، بدون یک قرون پول، پسر خدا شاهد، نه خونه داشت، نه ماشین داشت، نه کار داشت، نه سربازی رفته بود، فوق دیپلم میخواست کاردانی و میخواست معادل بگیره، کارشناسی داشت میخواست بره سربازی برگرده. وقتی دخترشون رو دادن به این پسر، بعد وقتی من گفتم چرا این کار کردی، استدلال این پدر رو ببینید، گفت این پسر پسر پاک. همین برای من دنیا نیست، مگه من داشتم؟ اینجا نگاه کنید، گفت ببین آقا من یه دختر دادم، یه دختر آوردم، دختری که عروس کرده بود و میگفت رفت یه دخترم به خونمون اضافه شد، چه فرقی میکنه؟ تو همه خونه میخوریم، با هم دیگه هستیم، میگردیم، تفریح میریم، منم پدرش، اینم مادر جدیدش، ما پدر مادر جدیدش، چه ایرادی داره؟ زندگی هایی که اوایل تشکیل شد پدر مادرها شما اینطور تشکیل دادن. میده تو خونه خود پدر یک سال دو سال زندگی میکردن، تو همون خونه بودن یک اتاق جدا میکردن زندگی میکردن. و این برای که توقعات پایین بود، یعنی یک بخشی که کاری که رسانه اونا استفاده بد کردن، اومدن جامعه خاکستری شکستن، گفتن آقا یا بدبخت یا این، و از ترس اینور بوم اومدن از اینور گفتن. بعد حالا شما خودتون بذارید جای اون پسری که میخواد به این موقعیت برسه بتونه سوار بر اسب سفید بره، نمیتونه بره دیگه. 4 سال درس خونده، لیسانسش گرفته، که الان با لیسانس هم شما یه هویت نداره. میگه فوق لیسانس بگی 6 سال حداقل، حداقل یک کفشو میگم خیلی آی کیو بالا، سریع کنکور رابشه و معدل الف بوده، همینطور ازش درخواست کردن اومده دوباره شرکت کنه، 6 سال درس خونده، اومده 2 سال هم میخواد بره سربازی، برگشته یک قرون پول نداره. برای چی؟ میگه نرفتم دنبال کار اقتصادی، که این چطور میتونه بیاد ازدواج کنه با این وامای ازدواج مضحک؟ خب که همونش هم شنیدیم، میخوان قبلا قرض رو پس نده بود، از مثلا قرض رو پس نده بود، الان دارن میخوان سود بچه بزن. پس این نمیشه. بعد ما بیایم بگیم که آقا نه آمار ازدواج بره بالا فیما نشه، این کاری کرد برعکس دست من دارم میگم رسانه من کاری کرده بابا، با 4 تا سریال به درد نخور، یعنی بگی سریال فاخرم بود، نه این پسره روحش بلند شده بود میرفت دختر بازی میکرد و برای پس اهدا عوض بودم از اون خدمت شما. خب میرفت آقا یک داستانه داشت، الان میگن لفظ بازی رو دیگه نباید استفاده کن، چون اخیلا میگن نگید همجنس باز، میگید همجنس گرا، گرا همون بازه دیگه، چه فرق میگه کسی که گرایش داره یعنی بازه. خب حالا مثل مثلا بگی طرف کفترگرا، خروسگرا، کفترگرا، آره. حالا خلاصه برای اینکه حالا با این ادبیات خاص خودشون هم رعایت بکنیم، این آقای روح این آقا پسره که توی وسط بیابون تون گندمزار انداخته بودنش، اومده و رفته بوده رفت دخترگرایی، میرفت اونجا. خب
بابا با این چهار تا سریال کشور ما شد چهارمین کشور اهدا کننده عضو. که تازه کلی هم بحث شرعی داره، هنوز نمی‌تونم بگم ها، این بحث اهدا عضو مسائل شرعیش اینا رو داستان‌های داره، بحثایی داره که محل بحث حقیر نیست. وقتی میشود چرا نکرد؟ اینا کار صهیونیست‌هاست؟ این کار خودمونه. برای چی باید کارگردان پرورش ندادیم؟ ما امروز باید نگران باشیم هنرمندامو کجا دوباره قرار گاف بدن یک داستان درست کنن. به خدا باید نگران باشیم کسایی که الگوی اجتماعی شدن کجا میخوان خرابکاری کنن. خیلی بده دیگه. این خیلی بده، این فاجعه است. اینو پس اونجا داشته باشیم. اما غرب چیکار داره میکنه؟ از همین ابزار داره استفاده میکنه. از ابزار رسانه امروز تونسته واقعا مخاطب خودشو گیر بندازه و هر آنچه که میخواد. وقتی 95% اطلاعات خبری دنیا رو از اینها ما داریم میگیریم، یعنی چی؟ یعنی میشه گفت تقریبا این که تو دنیا به غیر از جمهوری اسلامی میشه گفت جمهوری اسلامی و رسانش اخباری که اونا نمیخوان پخش میکنن. خب در دنیا دارم میگم، کلی دارم میگم، اون اتفاق میفته که عزیز من شما اطلاعاتی جز اون که اونا بخوان نمیگیرید، فلذا چیزی را میدانی که آنها میخواهند بدانی. شما بعض موقع شاید بعضیتون بگید آقا من قدرت تحلیل کردن دارم، من میتونم تحلیل بکنم. نمیتونید، دروغ. به شما بگم چون بهت یاد ندادن، آموزش ندادن. ما تو مدیریت رسانه که اینو بارها گفتم، مدیریت رسانه نه اینکه بری مدیر یک رسانه بشی. مدیریت رسانه یعنی یاد بگیری با رسانه چجوری مدیریت کنی ذهن مردم رو. تو مدیریت رسانه یاد گرفتیم و یاد میدیم مراقب باشید که چی؟ که شما فکر میکنید آزادید، اما اطلاعات وقتی در دست شما قرار میگیره همون کاریو میکنید که دشمنتون. من یه مثال برای شما میذارم. یک تابه رو فرض میکنید عدد میگیره از دامنه، میره تو تابه، چی میده بیرون؟ برد. دامنه، تابه، برد. دو میگیره x علاوه 1 میشه 3. 3 میگیره میشه 4. ها این بلا رو در y میشه 4. x عدد میده y میگیره. خیلی ساده است. من یک جا به شما میگم یک دامنه، یک تابع جبری هم داریم به اسم ایگرگ مساوی ایکس. یعنی هر ایگرگی بدی، هر ایکسی بدی همون ایگرگ رو میگیری، هر ایگرگ هم بدی همون ایکس رو میگیری. یعنی عملا هیچ آنالیز و پروسسی روی این انجام نمیشه، همین میاد میتونه. یعنی اطلاعات خامه، اینفورمیشن اطلاعات خامه، تحلیل نرسیده. بعد نکته که وجود داره اینه، حالا یه داده یک خدمت شما هست کنم تابع دیگه میگم ایگرگ مساوی یک. خط هست یا نه؟ یه خط دیگه ایگرگ مساوی یک. به ایکس هرچی بده ایگرگش چیه؟ اصلا اهمیت نداره ایکس چی باشه. حالا من چه توضیحی میدم؟ دامنه اعداد حقیقی مال شما. آزادی، دموکراسی، برید آقا کی گفته بگیری ببندی، فیلتر چی چیه؟ هر عددی رو دوست داری انتخاب. یا میگم ایگرگ مساوی ایکس دو. ایگرگ مساوی ایکس دو هر عدد منفی چیکار میکنه؟ مثبت میکنه. میگم چی گفته فقط اعداد حسابی دست شما باشه؟ نه خیر، اعداد منفی هم دست شما. بگیرید آقا این چه وضع میشه؟ این چه وضع مملکتیه؟ آه چرا دارن فیلتر میکنن اعداد منفی رو از دایره اختیار شما برمیدارن؟ شما داری بازی میخورید، چون اون تحلیل مهمه. امروز دشمن توی جنگ رسانه‌ای و نبرد رسانه‌ای و جنگ نفت به مرحله رسیده این شاهکار رو داشته باشید که گونه تحلیل و آنالیز ذهنی شما رو به دست آورده و تغییرات داده و توابعی تو ذهن شما کاشته که لازم نیست از دامن عدد حقیق رو فرم. شما حتی تلویزیون جمهوری اسلامی رو هم نگاه بکنید رفتار مد نظر اون حضرت حسین است. فهمی چی شد؟ دیدید بعضی ها میشن اخبار جمهوری اسلامی رو نگاه میکنن فوش بود. متوجه چی شد؟ اطلاعاتو داره، اطلاعات سالم تازه داره میگیره. آقا فرض کنید اطلاعات 100% سالم. ها میگیره، بازم رفتاری که مد نظر اون کسی بود. چون آنالیز تو ذهنش داشته. من میدونم شما چه فکر میکنید. شما به هر کی بگی از 10 تا یک سری برعکس بشه میگه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خیلی واضحه. در حالی که همه غلط میشمارن. از 10 تا یک سری برعکس میشه 1 2 3 4 5 6 7 8. از 10 تا یک سری برعکس میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. همه اشتباه میشونه. چرا؟ چون اون کسی که شما رو آزاد میذاره در انتخاب خوب میدونه شما چه آنالیزی کردید موقع شنیدن این اطلاعات. چون با خود میگه 10 تا 1 وقتی میگه سری و اینا، یعنی اون سخته دیگه. اون سخته میگه سر تابش میره.
نه این دوست چه منشه باشه نده که بچه مدرسه نرفتن بلده شمردن یاد دادن متوجه چی شد؟ آزاد گذاشتن طرف مقابلن گفتن آقا بشور برید اینا رو امتحان کنید این سوالاش یادانه است یعنی تو خود اطلاعات تحلیل نهفته است شما نمیفهمید یعنی شما اصلا از دامنه عدد نمیگیرید عزیز دل من شما دارید دامنه و خود تابع و لای عددا باطی کرده دارید میده این هنر اونه شما برید اینا که چون سخنرانی گفتم برید به مردم بگید از یک تا صد چند تا نه داری میگن ده تا میگن از یک تا ده یه دونه نه از ده تا بیست نوزده دو تا نه غافل از اینکه آخر کار همه چی عوض میشه 90 91 92 93 94 95 96 97 98 چرا چون میدونه تو چجوری تعلیم میکنی چون شما اینجوری تعلیم میکنی میگه از 1 تا 10 یه دونه 9 از 10 تا 20 دو تا 9 19 20 تا 30 29 خب کلا 10 گان دارم 10 درسته این چون میدونه مغز شما چطور آنالیز انجام میده وقتی کارخونه کاغذ سازیه شما ماده اولی بهش آهن بدی کاغذ میخواد بده نشدنیه بعضی ما میگن حالا اینو میخوام بگم میگم تا جایی که میتونید بیاد یاد بدید جناب میگم اما یک مرحله میرسه که دیگه هیچ کسی مسئول نیست دیدن فیلم مستعجل دیدن یک فیلم مستعجل هیچ احدی مسئول نیست چون اینکه تحلیل و غیر تحلیل نیست یک چیز امر غریزیه تو ذهن میشه میدونید با این فیلم ها چند تا خانواده رو نصف پوشیدن؟ چطور جنسی رو بجنه بود؟ بله؟ یه چیز جالب شما گیم همه روانشناسا میگم بده یک نفر تو خلاف اینو بگی من اسمم عوض بود من که یه حرف شاذ بی خودی زده باشه همه قائل بر اینن اگر کسی هیچ نوع تجربه جنسی قبلا نداشته باشه هیچ نوع رابطه جنسی رو ندیده باشه حالا چه فیلم چه واقعی هیچ چیزی از رابطه جنسی تعریف براش نکرده باشن که تو ذهنش تخیل کنه هر نوع رابطه جنسی براش شده فهمی چی شد؟ هر نوع رابطه جنسی براش شده و لذت بخش مثالی که روانشناسا میزنن مثال تو اقتصاد رابرتسون کروزو هر مثال میزنن برای اقتصاد خورد میخوان درس بدن توی اینجا میان چیزو مثال میزنن تارزان رو مثال میزنن میان تارزانی که تو زیر یک سالگی گم شد افتاد شیر گرگ خورد و خرس بزرگش کرد و با میمونا چرخید و ها تو جنگل بزرگ شد مثل حیوانا داد و بیداد میکرد مثل میمونا شبیه ترین جسمی که خودش پیدا کرده از این درخت به اون درخت میپرید میگن چه چیزی تارزان رو تحریک جنسی میکرده دانشمند و روانشناسا میگن میگن به احتمال زیاد دیدن رابط جفتگیری بین دو حیوان این به لحاظ غریزی تحریک جنسی میکرد کدام دو حیوان میگن میمون چون به لحاظ فیزیک بدن به انسان چیه؟ شبیه‌تره به خود تارزان شبیه‌تره فلذا میگن فقط کافیه به تارزان یک دختری میدادن بهش به عنوان همسر اندکی از میمون ماده زیباتر این میذاشت رو سرش تا آخر عمرش تشکر میکرد و حلوا حلوا میکرد گرفت چی شد؟ اما کار کجا خراب میشه؟ کار اون شازده خانم خراب میکنه گفته تو رودخونه این پیداش کرد، تو آبشار پیداش کرد این دیگه دید، نه، میمون کجا، این کجا داستان عوض شد چه اتفاقی افتاد؟ نگاه کنید به خاطر این شازده خانم بلند شد جنگل رو بکرم و توشید بعد یعنی آدم هم تنب و طلب هم میشه سلیقه شون چیکار کرد؟ ارتقا داد با دو تا هنر پیشه میشه سلیقه ارتقا داد با 20 تا 30 تا فیلم میشه سلیقه عوض کرد کی میگه نمیشه؟ اینجا دیگه کسی مسئول نیست بسیاری از این فیلم های پرن که متاسفانه برخی از خانواده ها مبنای روابط زن و شوی خودشون رو اینا گذاشتن دروغه بارها اون فیلم ها کات کردن مشخص شده دوباره رابطه زن و شوی از اول سر گرفته شده این فکر میکنه یک رابطه زن و شوی واقعی باید تو این مدت زمان شکل بگیره که نیست نتیجه چی میشه؟ این میره به سمتی که از داروهای استفاده کنه از آسیبهای جسمی به سمت اعتیاد بره مرد معتاد بشه تا بتونه قدرت جنسی خودش رو افزایش بده در حالی که چیزی که وجود بگید نداره اینجا رسیدم به حرف عرض و حرف عرض اولم در مورد چی؟ ذهنیت سازی یخیل الی اون وجود
نداره. دروغه. اما این تو ذهنش نشست گفت اینو مار شده. چشم داره میبینه. چون تو آخر الزمان دنیا چشمی میشه. دنیا ماتریالیستی میشه. روابط و ضوابط دنیا مادیگرایانه میشه. آنچه را میبینند قبول دارن وجودش. سخنرانی حقیق با عنوان با کشتی نوح تا کشتی حسین حتما بشه علیه السلام. تو اونجا قوم نوح آنالیز کردن به خدا مونه میزدن با ما، نه با مسلمانان ها، یعنی با ماهای آخر زمانی مردم دلیم. حضرت نوح تو وارد جامعه میشه میگه سلام علیکم من پیغمبرم پول نمیخوام. تو پیغمبری اول ما بگیم از کجا من پیغمبری، تو بگیم معجزه داریم. جالب اصلا قوم نوح از حضرت نوح معجزه بگید نخواستن. چرا؟ چون کذب قوم نوح المرسلین. کلن قوم نوح مسئله رسالت رو قبول نداشته. گفتن اینا چیه؟ چرت و پرت. افعالی که قوم نوح استفاده میکنه به قرآن قربون این کتاب دارم خدا شاهده آدم رو به سجده وادار میکنه. عجب کتابی. افعالی که قوم نوح استفاده میکنن رعیه. یعنی چی؟ دیدن. ما نمیبینیم تو که این کار بکنه، اگه دیده بودیم اینجوری میگم. یعنی چی؟ یعنی چیزی رو میبینیم، چیزی رو قبول داریم که چی؟ میبینیم. تموم شد. دنیا تصویری شده و استادان امر تصویرسازی کیان؟ یهودیان و صهیونیستان. اصلا سامری خدای مصور برای اینا ساخت. گفت چرا میخوای به دنبال خدا که نمیبینی؟ این گوساله رو چی؟ میبینی؟ میدرخشه؟ چرا میدرخشه؟ چون طلاییه و صداش رو میشنوی. عجلن جسدن لبو خوبا. صوت تصویر جذابیت. این شاخص های چیه؟ یک دونه فیلم شما به ندرت میتونید گیر بیارید که تولید صهیونیستا باشه. سه تا عنصر خشونت، سکس و توهم توش نباشه. کمتر فیلم دیگه دیده میشه که صدای گلوله توش نباشه، زد و خورد توش نباشه. این سلیقه مردم دنیا رو داره عوض میکنه رسانه. ولو کارتون باشه، ولو تام و جری باشه. بدترین انیمیشن برای افزایش قوه غضب، باید قوه غضب حالت تعادل باشه که اسمش شهامته و شجاعته. اضافه تر بشه میشه تهور، کار شجاعانه که احمقانه. طرف خوش از کوه بندازه میگه عجب آدم شجاع. احماخریت ها. یه بچه کوچیک داره میره سمت آتیش، مادرش میگه ماشاءالله ماشاءالله پسر ماشاءالله قرار ایشون ان شاءالله یه قرار مرتاض بشه رو آتیش هم میتونه راه بره. احسن هست میگه تو میگه بچه دیگه میگه اونو میذاره به حساب شجاعت بچه. یه بچه کوچیکی ماریو برمیاد کله بچه کوچیکی هر چی میگه میگه تو حلش کله مار میگه تو دهنش میده میره میگه میگه چی بچه است چی میگه بچه نمیفهمه نشون نادانیه. نشون میگه تحور یعنی زیر عقلانیت نیست. یه جای شجاعت ایجاد کنه شما فرار کنی. عقب نشینی خوب نشانه شجاعته. سکوت نشانه شجاعته خیلی جا. یعنی چی؟ یعنی قوه غضب رفت زیر بحث چی؟ معیار عقل قرار گرفت. این طرفش تحور، اون طرفش جبنه. ترسو تو سر خوری، بدبختی و ذلت. که اسلام چی میگه؟ میگه این شجاعت. شما میدید از اول این انیمیشن فاخر، فاخر به لحاظ تصویری و اینجور چیزا داستانی مگر نه فاخر فنی، از اول تفنگ دارم گره میزنم، تفنگ دارم گره نصفش میکنه، یکی اونو رنده میکنه و یکی اونو میدازه زیر دستگاه پرس. از این صندانه چیه این آهنگرها دارن پودکی میکوبن روش، از اونو میفته که له میشه، لورده میشه، کاغذش میکنه، لولش میکنه، دوباره درست میشه. منتها تو واقعیت دوباره درست شدن وجود نداره. این انیمیشن میگ میگ میگفتن این بچه دیوید بکام عقده شده بود دیگه، اینو انقدر دیده بوده باباش پول داد گفت این قسمتی آخر اینو میگیره میخوردش میکشدش رو بسازی. پول داد براش ساختن، یه دونه براش ساختن. حالا گفت این میگ میگ میخواد واقعا صد میگ میگو در خب فقط قصد کشتن، بمب گذاشتن، تیکه پاره کردن چیه؟ توهم، ارباب حلقه، هری پاتر. اصلا از اول تا آخر وهمه. تنها چیزی که اسمش برده نمیشه وجود نداره خدا. مدرسه جادوگری و توهم. بعد میگی چرا آمار دعانویسا و جنگولک بازا و جادوگرها خوب میشه؟ و
وهم داره میبره به سمت باطل، زیر قوه عقلانیت قرار نمیگیره. اگر شما وهم و تخیل زیر قوه عقلانیت قرار بدید، میشه اختراعات، میشه اکتشافات. یه مخترع قبل از اینکه یه چیزی رو بسازه تو ذهنش چیکار میکنه؟ مدل سازی ذهنی اصطلاح مهندسیش میگن، فیزیکی انجام میدن، یعنی تخیل میکنه اونو. ما تخیل مثبت داریم. یکی از افتخارات تک تک شماها اینه که بارها خودتون رو تخیل کردید در کربلا دیدید. اگر می بودم اینجا اینجوری، بعضیا حتی یک جایی اگر از عنصر وهم هم استفاده میکنید مثبت میگی چی؟ میگی میگه ای کاش من تفنگ، اگه تفنگ میداشتم تو کربلا اینجوری میکردم. درسته؟ ببینید برای چی اینجوری میگه؟ برای که تو ذهن خودم هم میذاشت. میدونم برای که هموطن خودمی، برای که محب اهل بیتی، برای اینکه داغ ابا عبدالله به دلت، حرارت فی قلوب، دوست داره یه جوری انتقام بگیره، یک جایی به میزنه به اینجور کنه. یا لیتنا کن نامه کن، یک کاش ما هم شما میبودیم. این آیا جز با قوه تخیل زیر افسارداری عقل ها نکم جو گلش کنیم رفته سیر کرده 1400 سال رفته گذاشته، یا شما میتونید در آینده ظهور خودتون رو ببینید، در اون ملک وعده داده شده میتونید خودتون رو ببینید، یه درستش. و عنصر سکس رو اینا چیکار میکنن؟ میبرن به سمت اضافات که میشه شرح، یعنی یک مثل خوک میشه، مثلا از خوک هم بدتر. اتفاق که در غرب افتاده، اینسست سکس، سکس خانواده، انیمال سکس، رابطه جنسی با حیوانات، دیرتی سکس که ادرار و مدفوع خودشونو بخورن، اینا توش داره. و رسانه داره اینو انتقال میده، فیلمشون میسازه داره اینو انتقال میده. بزرگترین کارگردان ها رو آوردن که اینها رو بسازه. زمانی که بتولوچی فیلم دریمرز رو ساخت، رویا پردازان، خیال پردازان، و ورود پیدا کرد تو حوزه اینسست، اون موقع داد خیلی ها در اومد. و اون موقع بعد میگه که نه خیلی جدی خواهد شد و اینها در عمل اتفاق خواهد افتاد. الان دنبال اینم قانون تصویب بکنن که این نوع ازدواج ایرادی بگید نداره و ثبت هم بشه، همونطور که همجنس بازا یا به قولی هم دوستان همجنس گراها رو ثبت کردن باشه. اوباما اومد گفت آقا من افتخار میکنم که از این هم دفاع دارم میکنم این بحثا، یعنی ببرن به ورطه نابودی. چرا؟ چون اطلاعات و دیگه تحلیل غلط و همه چی رو بخورده این بدبخت بیچاره میکنه. کارتونی که میشه آقا بچه مادر میشه بشی کارتون نگاه کن، با ما سر کار نداشته باشه، دو تو باش پس خونه پرشنتون براش گرفته میگه بشی نگاه کن. یه کارتونی ما از این تاموجیری دیدیم، تولید مشهد هم بود، یعنی توی مشهد دوبله شده بود، من خوندم این جلدش اینا رو. این گربه اونطور که تو ذهنم مونده افته تو دریا، یه کوسه هست همیشه تو دریا دنبال یک بدبخت فقط به گربه گیر میده. خب سگه همیشه به گربه گیر میده تو خشکی، یه کوسه هم هست توی دریا، دوتا کاراکترشون هم که بعضا هستن تو بعض از قسمتشون، این دنبال این گربه که گربه هم خود به عروس دریایی، عروس ما رو کلش، عروسه که اومد رو کلش را چی شد؟ یه های نظر کوسه در موردش عوض شد، یه اصلا خشونتش رفت، نگاه جنسی پیدا کرد. گربه گربه هم در میرفت از دست این، میرم دنبالش تو دریا، ترجمه شده بود. بعد خدمت شما عرض کنم رسید به یه کاراکتر دیگه، نه ماهی بود هشمون تو ذهنم نید برسه سر بردش بهش گفت این چرا اینجا؟ گفت تو چرا انقدر سنتی فکر میکنی؟ و گربه گفت چرا عقب مونده ای؟ چرا امولی؟ مدرن باش، به روز باش. این های منصوره تو دنیا داره چی میشه؟ حواسه امروز توسط رسانه معطوف به کجاست؟ تو آمه جهان، تو عراق شیعیان امام زمان دارن قتل عام میشن، محبان اهل بیت دارن قتل عام میشن، شکی کسی نمیرسه. حواسا پرت یه جای دیگه است، رسانه که میتونه اخفال بکنه. داریم از بدیهای استفاده چاقو میگیم ما، که متاسفانه بیشتر دنیا هم شده چی؟ به جای عمل جراحی شده دل روده یه نفر بیرون کشیدن و کشتن. داریم از این استفاده میگیم، اینو میگیم. امروز این اتفاق تو دنیا افتاده، مردم دنیا علل خصوص خود غربیا در یک نادانی سیاسی عجیب غریب به سر میبرن، برخلاف اینکه خیلی فکر میکنن اونا الان خیلی کارشون درسته و الان خیلی خوب میفهمن، در یک نادانی سیاسی دارن به سر میبرن.
این نظر سنجیست که واشنگتن پست انجام بده، 2066 نفر ازشون سوال پرسیده که کشور ما با روسیه الان سر اوکراین به طور غیر مستقیم جنگ داره. امریکا بگید اوکراین کجای دنیاست؟ این نقطه هایی که قرمزه نسبتا صحیح بوده، آبیا غلطه. شما نگاه کنید طرف کجاها رو زده. تمام قاره آفریقا خالخاله، هند خالخاله، چین، استرالیا، کشور تو کشور خودش رو زده. اوکراین کجا خود آمریکا رو زده، برزیل رو زده، آرژانتین رو زده، شما این کجا قطب شمال رو زده، گرینلند رو زده. گرینلند رو زده، نه اون سرکار بزار نیست مثل ما ها، نه شما این چه بکنه. اقیانوس رو آرام رو زده، وسط اقیانوس خوبی اعتمال اینجا شاید زیر زمزیر دریای کشوری هست اونجا. کاری ندارن با اینا. نظرسنجی انجام شد، 30% مردم امریکا فرق عرب و ایران نمیدونستن. چون که یک کشور میگفتن شاید ما مجبور بشیم به ایران حمله کنیم، میگفتن ما حمله نکردیم. دوباره نزدیک همین مقدار، نزدیک یک سوم مردم امریکا فکر میکنن عراق تو قاره آفریقاست. ببین کشوری داره باش می‌جنگه، نه کشور سوم. نه بگو آقا مغولستان کجاست، به تو ایران هم شاید نظر سنجی کنه که تعداد قابل توجه نداره، اشتباه میگه. کشوری داره باش می‌جنگه، کاری ندارم با اون اینجور چیزا. 71% مردم امریکا اینه که دارم میگم، من عضو هیئت ملی مجلس مطالعات راهبردی امریکا، 71% مردم امریکا میگن ایران بمب‌تون. 71% مردم امریکا قائل بر این هستن همین الان ایران بمب‌تون. یعنی کاملا شستشوی مغزی داده شده برای حمله بیرون که اینا بم نه که میخوان در آینده اینجوری غنی سازی کنن، اینقدر درصد اونقدر درصد. اون مرده که نتانیاهو بیاد وایسه اونجا بگه آی نگاه کن اینجا یه بمبی از این درصد اینا رد بشن اینجوری میشه و فلان، آی 10 سال دیگه بمب یه دونه بمب اتم داشته باشن. نه خیر، میگه همین الان 71% یعنی 2/3 جامعه کم نیست. چه اهمیتی داره اوباما بیاد سر کار، کلینتون بیاد سر کار، بوش بیاد سر کار، بوش پدر بیاد سر کار، مکین بیاد، الگور بیاد، چه اهمیتی داره؟ اون چیزی که این وسط شما تو رسانه بهش پرداخته نمیشه نفوذ صهیونیست است. قبح اصلی مال صهیونیست است. مگه نگفتیم رسانه قبح شکنه؟ مگه رسانه فیلم علیه پیامبرمون نساخت؟ پس همین رسانه میتونه قبح صهیونیست هم بگیر بشکنه. چرا نمیشکنید؟ ماهواره رو حذف میکنم یوتیوب. من یه سایت بهتون معرفی میکنم که یعنی میشه دست درش دارم حالا جای اینجوری علایی نگفتون اولین بار. هولو کارتونز، هولو کارتونز، برید ببینید سایتون. هولو من همه هولوکاست گرفته میشه، کارتونز هم این کار کارتون. هولو کارتونز یک بخش انیمیشن هاش هم داره، من یکی از انیمیشن هاش هم برای شما پخش کنم میشه روحتون شاد شه. ما این کار داریم انجام میدیم. سعی بتونم یکیشو که حالا اینا نگاه کنم دیگه چاره نیست، بنده تو نتونه اینا گوش بکن.
سایل زده شد، فرداش روزنامه حارس بارش مقاله رفت. روزنامه حارس تسری، فرداش. بهش سرش نکنید. اینا کی هم یک گروهی نشست. این عنصر رسانه. جالبی تو سایت الان بری، یک بخشی بقل هست برای دیدن همین کلیپا. خب؟ یکیش مال یوتیوبه، تو چند جا تو مدیا فایر اینجا چیزا آب شده. خب یکیش به یوتیوب بزنید ببینید چه میری تو صفحه یوتیوب براتون باز میشه، نوشته این فیلم به دلیل مخالفت با سیاست های یوتیوب هست شد. بعد چند تا فیلم مسترجن تو همونجاست، چند تا فیلم توهین به مقدسات و قرآن آتش زدن و انجیل آتش زدن تو همونجاست. اگر رسانه هست ما نمیتونیم تو پاک کن، ما به آف میکنیم بهم چیزو تخصه میشه. شد چی شد؟ این همه توان سایبری که شما دارید رو میتونید کنم چون بزنید. روزی یک بار اینو آپ میکنم، 300 تا وبلاگر باشن اینجا، بلاگر باشن بیان این کار رو بکنم، کل یوتیوب رو میام. من اینو برای اینکه این فرانسوی گذاشته بودم، من نگران حالش شدم و بخندم. گفتم نه یه چیز روده بار بشه برای سرش بدونه. اینقدر خوب گفت بریز اینو برای من به کل فرانسوی بخش بکنم. خب؟ آقا این ابزار وجود داره چرا نمیشه؟ برعکس نگاه بکنیم، این ابزاری که داره به تمام مقدسات ما فوش میده، به مراجع ما، به دین ما، چیزی رو اینا گذاشتن شبکه، به ائمه ما توهین دارن میکنن. ما توهین نمی کنیم، ما حقایق رو گفتیم. یه مش خاخام نشستن در خوش 6 میلیون کشته ساختن، کل دنیا با تو 6 میلیون کنترل گازشون هم اتاق گازم کنترل گاز رو کنترل گاز رو عدا توی خود یکیش بقیش هم تو بود. خب هیچ کم جلو دولت جمهوری اسلامی داره کار انجام میده ها؟ نه خیلی یه انجی اوی به کسی هم هیچ ربطی نداره. برعکس چانه زنی دولت جمهوری اسلامی بره بالا، میگه آقا ادبیات ما و تفکر مردم ما ضدیت رسایی بزن. شما اینو بیان جمعش کنیم بگیم روز خواست هم نهیم تو خیابون. مطمئن شد چی شد؟ میشه اینا پدرش رو در آورد. برعکس از من میشنوید، بهترین جایی که میشه پوزه صهیونیسم رو به خاک مالوند اینترنته. به خدا قبه اینا رو بشکن، اون چیزی که برایش قبه نماد اینا چی بود؟ بهترین نمادشون آبلیس بود، درسته؟ خیلی وقت هر جا رو فرسان داشتن میشه من بنده خدا رنگ روش برید برای شما میذارم میفیلم بود طرف میری نمیذاره. برای چی میخوام این چیزا رو براتون پخش بکنم؟ سر بریدن نمیذاره تو وحشی به حیوانه. ما انسان نیستش که کسی که به اون مرحله رسیده باشه اون دیگه انسان نیست. یه بچه کوچیک بوده چه هم کنه؟ نه نمیشه حالا من دیگه خیلی بدتر میکنم بچه شروعش بود. خب این میاد مادری میتونه نیدن یه مادری بچه شو تخت داره گریه میکنه با متکا میزن تو سر این بچه نوزاد محکم میزن تخت کلش. بعد شروع میکنه از این بدنش رو تحت فشار قرار دادن، دستش رو گرفتن، پاشو گرفتن. واقعا بچه دیگه نفسش بند میاد آخر دیگه نمیتونه گریه کنه. خب این میگرفت میشه بزن تو بعد میذاره تو اینترنت و چه نتیجه میخواد بذاره؟ جز افزایش خشونت. بابا یعنی ببین اینو هر آدمی نگاه کنه سنگ آب میشه. یعنی که مادر یک مفهومی تو ذهن وقتی که اون طرف اومد این سه سکس رو گذاشت، روابط جنسی با محارم گذاشت و خدای نکرده بحث مادر رو هم تعریف کرد، این طرف هم دینو میذاره کجای کاری؟ یعنی مجنون شدن بعضی، دیوانه شدن در اثر استفاده. چند بار شنیدید فلانی پای اینترنت مرد؟ اعتیاد به اینترنت داشته. یکی از عوارض اینه میشه طرف 6 سال 7 سال از این صفحه تو اون صفحه. آمارای فیسبوک عجیب غریبه، 1 میلیارد نفر تو دنیا اعتیاد به فیسبوک دارن. خیلی حرفها، از هر 6 7 نفر تو دنیا 1 نفر اعتیاد به فیسبوک داره. اینم در نظر بگیرید 2-3 میلیارد کلا دسترسی ندارن به اینجور چیزا. تا
تو آفریقا بدبخت داره زندگی میکنه، فقر بیچارگی داره، نمیتونه دسترسی داشته باشه. متوجه چی میگم؟ این آمار آمار وحشتناکه. 7 ساعت 8 ساعت عمر عزیزشو طرف داره میسوزونه. 7 ساعت 8 ساعت این کار به کجا رسیده؟ بعد اوج جوانیشو داره از دست میده، خراب داره میکنه پای اینجا. که چی یاد بگیره؟ که جنون جنسی بگیره. که چی؟ من الان خیلی پیش اومده اینو میتونید بپرسید. بعد از این مسئولی من تماس میرفتم، آقا فلان فیلم آمده، مثلا فیلم شرایط، فیلم نمیدونم چی، اینا که دارن علیه چیز میسوزن با شاخصه های پرن بودن دیگه. نمیدونی الان برنامه شون روی اینه که این هنرپیشه هایی که دارن فراری میدن اون طرف، اینا رو اونقدر اونجا جمع میکنن، شروع میکنن فیلم ساختن با هنرپیشه هایی که روست ایران بودن. خب ما به مردم چه اهمیتی به درک خاک بستر اون کسی که تو ایران بفرکر رفت اون طرف خواهد بدن برهنه خودش رو. خیلی از این وقتی تو ایران بودن از جوها به بیشتری داشتن به خدا بسن. تو خیابون نمیتونستن را برن، انقدر مردم از امضا میگرفتن، عکس میگرفتن و فلان. چقدر حقیر بودن و بلند شدن رفتن. اینا رو جمع میکنم این پیشبینی من دیگه، اینا فیلم من میسازم. اما حالا برای چی؟ برای اینکه اومدن یک ضعف فرهنگی بین مردم ایران وجود داره. فیلم فلانی رو دیدی؟ یک هنرپیشه بود، یک مسئله شخصی ازش پخش شد که آخرم گذاشتم خارج. چقدر آی این اسلامه؟ این ایمانه؟ و جلو اون کنجکاوی پلید آدم باید بگیره، جلو اون کنجکاوی پلشت آدم باید بگیره. هر کنجکاوی که خوب نیستش که. اونا این حس رو فهمیدن، دارم میرم اون طرف کار. به من تماس گرفتن، آقا بیا این فیلم رو نگاه کن. یه تحلیل بیش کنیست، گفتم شارمنده. گفتم به من چه رفت بیده؟ و آقا یعنی چی؟ شما گفتم آقا من دیدن این تصاویر اثر ذهنی من به هم میریزه. منم آدم. آقا پس به کی میگم؟ گفتم به من چه بگم؟ به خدا نیم ساعت طرف داشت با من کلکل میکرد که آقا بیا نگاه کن، ما باید بدونیم تحلیلش رو. خود برو نگاه کن. آقا من تحلیلگر نیستم. گفتم حالا پس صبر کنید من برم تو سایت ها بخونم ببینم چی چیا در موردش نوشتن. من همه فیلم شرایط رو نگاه کردم، به قسمتاش مثل میزدم جلو. برای چی؟ حالا شما نگاه کنی می نداره تو تحلیلگری فلان. یه بابای اومده بود سخنرانی میکرد تو دانشگاه ما دروف داده، میگه من بیش از 1000 تا فیلم پورنو دیدم هیچ اثری هم نذاشتم. و خودش نمیفهمید سر تا پاش اما اثرات بود. فیلمایی که داشت پخش میکرد اثرات بود. تو ماه مبارک رمضان تو جمع مختلط دانشجویان روزه‌دار تو طرح ضیافت ورداشت فیلم پخش کرد در اونجا خانم‌ها رو با لباس زیرشون. من گفتم من اثر نذاشتم. تبلیغ شبکه ماهواره زمزمه بود. شیشی رو تا خبر نداره اصلا. چون میره که وقتی غذا میسوزه چرا غذا میسوزه همه تو خونه نشستن؟ به فکر کردی؟ یه نفر از بیرون تا میاد او بابا غذا سوخت داره چیکار میکنی مگه خوابی؟ برای اینکه ریز ریز بوی سوختنی میاد. دلیلش اینه. ریز ریز مانتوها میلیمتر میلیمتر کوتاه شد. سانت سانت کوتاه شد. یهویی تو همین شهر، همین شهر خودتون منو نشنی داشت شهر من. یک زمان اگه یک نفر با مانتو میگوید مردم شد نگاه کنی با چی میشه؟ ببین مسئله فرهنگی اینه مثل غذا سوختنه است. این بنده خدا اینقدر نشسته از این فیلم ها نگاه کرده خودش غذا سوخته. یک نهاری بهتون بدم انشاءالله امروز همچه غذا داره میسوزه. یک نهار خوبی هستن، من کلی هم پول گوش دادم و فلان و امان این چیزا غذا هم داره میسوزه. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه بسا سریع بعدش هم نقدشون میکنی تو رو میگن بابا بیاد جمع کنی دوستان سر این ازم اینا میشه اثرات منفی رسانه. اول عرایزم دقت بکنید من با اثرات مثبت شروع کردم و با کارهای مثبت براتون مثال زدم. فیلمشو پخش کردم، کلیپشو پخش کردم، ببینید که میشود میتونم. امروز تو دنیا میگن آقا 12 امام کیه؟ امام 12 کیه؟ این همه وبلاگر و بلاگر بلد نیستن بیان امام 12 خودشونو تو اینترنت معرفی کنن. الان هر کی میگه ما ایرانی ام بورن آبلیس می تو سایت های ما بهتون بگه. تمام شد. یعنی ساختیم، پرداختیم و دقیقاً نه تو همون کلیپ ما رو میبینه، میاد قشنگ میفهمه چرا اینجوری شد. یکی از اروپایی‌ها به من میگفت وقتی مسئله ده گفت من برم یه دونه آبلیس تو کشور خودم نمیذارم. گفتم یعنی چی؟ گفت آبلیسکای واقعی رو توییتا میبرم، تناب میندازم نوک اینا، میبرم عقب توییتا میکشم میندازم فراموش میکنم. تا فهمید داستان چیه.
بعد شما بیاد این سعودیایی که اومدن دور این نماد آبلیسک و منار رمی جمرات دیوار ساختن که سنگ به اون نخوره و تصویری سنگ نخوره، میفهمی؟ چون اگه این سنگ میخورد بعد فردا اصلا طرف میره واشنگتن میگه ای همون منار رمی جمرات که به سنگ میزده تو عرفانی ترین حالات عمر خودش اینجاست، اون وقت میفهمی شیطان بزرگ یعنی چی. اثر تصویریشو از بین بردن، اثر تصویریش این سنگی که میخوره به دیوار میفته پایین، از زیر میره پایین، حالا این شما میخوره به دم این آبلیسک. متوجه شد اثر تصویری؟ من گفتم یا دیوار ساختید به خاطر ازدحام جمعیت، روی دیوار عکس آبلیسک رو کشید. به این تصویر اسلام تصویری میگه سنگ بزن. متوجه چی شد؟ و دقیقا اسلام با تصویر کار داره. کی میگه ما نباید از تصویر استفاده بکنیم؟ آیه قرآن داره میگه حضرت سلیمان تمثال‌ها درست کرد. حضرت سلیمان تمثال چی ساخته؟ خدا رو منده مجسمش ساخته؟ علیاذ بالله. اومده یک مجسم مستحجن ساخته؟ نعوذ بالله. پس میشود استفاده کرد؟ چه حرفیه؟ این چه نگاهی؟ بله اونها بیشتر داره استفاده میکنن، اونم به خاطر چیه؟ یک بخشش گفتم قب شکنیه، معمولا قب در مقدسات چیه؟ بیشتره. اینه، اینو من قبول دارم، اما کثرت مخاطب رو چیکار میکنیم؟ ارتباط گیری مستقیمی. و آخرین نکته هم عرض میکنم اینه که رسانه های جدید اهم از فیسبوک و اینجور چیزا دیگه مخاطب مونولوگ نیست، میفهمی یعنی چی؟ یعنی گوینده یک نفر باید حرف بزنه برای گوش کنه. تولید محتوا برای عهده کیه؟ خود به خود. چقدر کار قشنگه. امروز شما میبینید هر چی من به شما میگم تو رسانه مخاطب رو بیشتر سهیم بکنید اثرگذاری بیشتری خواهید داشت و گیرایی بیشتر. هم تو شبکه نسیم ظاهرا تو عنوان شبکه استانی تو شهرستان داره پخش میشه. بخشه. الان چی شده؟ شبکه نسیم میگه آقا جوکاتون رو برای ما بفرستید. فیلم بگیرید برای ما چی؟ بفرستید. این خیلی عالیه. واقعا عالیه. میدید چرا؟ به خاطر اینکه شما کلی تولید محتوا دارید. کلی فیلم و کلیپ میان که شما 70-80% اینا رو هم بگید مثلا خوب نیست، والا با معیارهای شما سازگاری نداره، بقیه‌اش قابل پخشه. بعد مخاطب درگیر میشه. یخچون برام مخاطبی با پیامک اثر کار خودش میبینه. سر محبوبیت تیم ها خاطرتون هست تو برنامه 90 چی شد؟ که کدام تیم محبوب ترینه؟ بحث پرسپولیس بود، استقلال بود، تراکتور سازی بود. آه میشستن میرفتن گوشی های رفیق هاشون رو میگرفتن اسمس بفرستن. سیم کارت هایی که تو خونه افتاده بود و برنامه میرفتن تو گوشی اسمس میدادن که کم نیاریم ما اثر گذاریم. شما مخاطب مشارکت بده. چه ترسی از این داری؟ بذار مخاطب بید حرفش رو بزنه. اینو اتفاق خجسته اون موقع میفته. بله با معیارهای شما. بله با معیارهای شما. طرف آقا یه فیلم طنز بگیره یه جوک تعریف میکنه. آه گفت با صدای خودتون جوک تعریف کنید برای ما بفرستید. سعی کنید مفهوم باشه. آقا طرف یه در مورد قومیت ها جوک میگه. پخش کن. جوکر که یاد گرفتی؟ حالا به گوینده خود بگی. اینکه میتونی من مثال برای شما بزنم. شما هر کسی که توی این مملکت بخواد بازنشست بشه. خب 500,000 تومان بهش پول بده، بگو به شرطی که یا دو ماه سه ماه یا یک ماه دو ماه سه ماه چقدر زودتر بازنشست میشی، به شرط که خاطرات جالب این 30 سال دوران کار کردن تو بنویسی. یه معلم چند تا خاطرات شیرین و جالب داره، یه مدیر چند تا خاطرات جالب. من خودم هر سفری که رفتم یه داستان داشتم. اون روزی به فکرش افتاده بودم اینا رو بشینم بنویسم. خب که میگفتم بابا این تجربه میشه. حد بعد میدونی چند تا سوژه فیلم داری، چند تا سوژه سریال داری به دست میاری؟ هزاران صفحه خاطرات جالب. مجله بود، مجله خانواده، 15 روز یک بار انتشار پیدا میکرد. دقیقاً وسطش بود تقریبا، اگه اشتباه نکنم، خاطرات بامزه شما. من این مجله رو میدیدم فقط همون وسط باز میگم خاطرات بامزه شما رو میخوندم میرسد. چرا؟ چون این یک طنز حقیقیه ساخته شد. میتونی به عنصرش رو استفاده کنی. مردم باید مشارکت کنن. مردم درگیر برنامه خودشون بشن. یعنی امشب برنامه شهر ماست. این برنامه رسانه استانی باید بیاد چیکار کنه؟ نمایندگان مجلس استان شما مثال بزنن. بر تمام استان ها میگن. وعده هایی دادن بالاخره. شورای شهر بگی. وعده هایی دادن. رأی گرفتن از شما، از اعتماد شما استفاده کردن.
این وعده ها رو فیلماش هست، اینا تو مسجد سخنرانی کردن فیلماش هست تو فلانجا. آقا رسانه باید بیار اینا رو پخش کنه، اون نماینده رو بیار اینجا بگه این چی بود گفتی و تو امروز عمل نکرد، دلیلش بود وعده بی خود بود، سنگ اندازی شد، مشکلی پیش آمد، به مردم صادقانه بود. رسانه باید چیکار کنه؟ تو همین حوزه مردم سالاری دینی کاری که رسانه میتونه بکنه اینه که چی؟ توهمات و توهمات رو از ذهن مردم خالی بکنه. بیا اینجوری نیست عزیز من، بیا چیکار میکنه؟ خوب دقت بکنید، یک جایی که از این کارشناسای کشورم دور افتاد تو دانشگاه و تو تلویزیون، اومد پول نفتش رو که حساب کرده. من خودم این کارو میکردم، اینقدر بشک نفت می‌فروشیم، هر بشک اینقدر دلار ضرب و تقسیم می‌کردیم، بعد تقسیم می‌کردیم به جمعیت، دیگه از یارانه‌ای که دارن می‌گیرن کمتر می‌شد. یک چیز توهم تو ذهن مردم ایران فکر می‌کنن پول نفت الان مثلا دیگه مردم می‌تونن پول بخورن دیگه، و تو بخاری پول بسوزونن دیگه اینقدر پوله. به محض این کار کردن یک مسئله برنامه طنز من و تو شبکه نیم، یکی از برنامه‌هاش، یکی از بخشی از برنامه‌هاش اختصاص داده بود و تحقیر و مسخره کردن این پول نفع اینقدر نیست نمیدن فلان. رسانه میتونه بازخواست بکنه، رسانه اینجا رو میتونه کار انجام بده. داخل پرانتز میگم و سری میگذرم سیاسیش نشه، رسانه میتونه به مردم آموزش بده با دو کلمه حرف یک بند خدایی یا بابایی تو رسانه، رأی این ور اون ور بگید نشه، که هرچی احساسی تر طرف حرف زد مردم بیشتر تحقیق بشه. مردم باید آموزش ببینن به کی رای دادن. آموزش درست دار. یه مثالی برای شما بزنم. شما شورای شهر تهران نگاه کنید. چه عزیزانی امروز اونجا هستن. کشتیگیر داریم، کارات باز داریم، برنامه‌دار داریم، خواننده داریم. من احترام قائلم برای شما. من حسین رضازاده رو دوست دارم. قلب مردم ایران رو شاد کرد. یا ابوالفضلش جهانیه. اما من بعید میدونم جناب آقای رضازاده شما به درد حل مشکلات ترافیک تهران بخوره. مردم باید بتونن اون نقش شخصیت و نقش حسین رضازاده رو از این شخصیت و نقشش چیکار کنن؟ تمییز قائل بشن. آقای مختار، ما آهنگای شما رو گوش کردیم. قشنگ هم میخوندیم. اما نمیدونم واقعا، شاید هم شما دکترای مدیریت شهری هم دارید، من خبر ندارم. نمیدونم، شاید هم میشه رو بالاخره هم کشتیگیر باشه، نکنم هم خواننده باشه، نمیگیم نش بودنی، اما من اطلاعی ندارم و بعید میدونم. آقای عباس جدیدی، شما تو المپیک کشتی میگرفتی؟ ما برای دعا میکردیم، عشق میریختیم پای تلویزیون، درسته؟ اما نمیدونم چقدر شما توی مدیریت شهری وارد هستید. این مردم من آموزش ببینن که یک نفر اگه رفت وسط ترکا قومیتی حرف زد، وسط فارسا قومیتی حرف زد، تو کردا قومیتی حرف زد، بین سنی ها مذهبی حرف زد، بین شیعه ها مذهبی حرف زد و تحریک کرد احساسات رو، مردم میگن داره کلا سرمون میذاره، ما خیلی دوستت داریم، ما شرمنده هم به درد این کار بگید نمیخوره. من یه معلم اول ابتدایی داشتم، خدا حفظش کنه، خانم بیگدلینا میبود، هر جا هست خدا حفظش کنه، خیلی هم دنبال گشتم ایشونو پیدا کنم. ما درسمون خیلی خوب میشه، شاگرد اول کلاس بود. مسابقه تناکشی بین کلاس ها بود. ما ریزه میزن بودیم، ردیف اول میشست. مسابقه تناکشی بود و بعد ایشون 5-6 نفر انتخاب کرد. طبعا از کجا انتخاب کرد؟ از آخر کلاس. از آخر کلاس انتخاب کرد. بعد من ناراحت شدم. متوجهی؟ نه که مثلا تو کلاس تو چش بودم ناراحت شدم. من آورد پای میز، سرم رو بوسید، گفت ببین عزیزم، خیلی هم با محبت، گفت ببین عزیزم تو درست خوبه فلان به همان، اما اینجا به نیروی بدنی زیاد نیازه، به فکر کردن زیاد نیازی نیست. خب هر کسی را بهره کارسا. از همون اول ابتدایی برای من مثلا جمعه خواهد. امروز هم خیلی از دوستان رو میگم خیلی شما سخنران خوبی هست، مثل سخنران میگم آقا شما یه زیاد زنگ میزنم یه ردیف کن، ما هم بریم حالا مثلا اینجوری میگم شما یه وقت دپو داریم مثلا وقت نمی کنید، خیلی دارم معرفی میکنم، یعنی تماس میگیرم آقا فلانی مثلا دعوت کن. خب میگم نه آقا، اینا آخه بحث وهابیت خواستم، شما تخصص چیه؟ وهابیت. میگم آقا میتونم بگم نه دیگه نشد، مخلصت هم هستم، ارادت هم دارم، قبلا سخنرانی بهائیت رفتی نشون دادم،
ارادتاً شما. و آبروی خودم هم پیش کسی که دعوت میکنه نمیبرم. چون بگم هر کی باشه باشه. من میگم کسل اما بر وهابیت شما درد میخوره کسی دیگه نشست. او هم یاد میگیره که چیکار کنه. همین نگاه تخصصی به وجود بیاره. اینقدر به من گفتن بیا برو در فلسفه سخنرانی کن. این بحثی که بهشون گفتم بابا من نمیفهم اصلا فلسفه چی هست. زندگی نامه اینا رو نخوندم فیلسوفا رو درست حساب نمیشه. من برم چی بگم به مردم؟ بی‌انصافی. آقا من رو سقلین کار کردم. 70% وقت مطالعه قرآن میگیره، سیره اهل بیت میگیره، میرم از اهل بیت دفاع میکنم در مورد مناظره کردم، شبکه ماهواره‌ای شرکت رفتم حضور داشتم برای دفاع از حریم اهل بیت. روی حوزه دشمن شناسی کار کردم، میام صحبت کنم. روی مهدویت کار کردم، صحبت کنم. میگم من چه میدونم بشه. خب چون وقت گذشته و از اون داره نزدیک میشم سوالا رو دوستان بپرسن ما جواب بدیم. سوالی بپرسید که حالا مهمتر باشه تو این 20 دقیقه که وقت داریم بهتر بشه. صلوات علی شاه. فهمدن چند تا رو فهمدن سه راهکار اساسی. حالا شاید من خواستم 4 تا بگم، خواستم 2 تا بگم، چرا برای من تعلیم کردیم اینا همین ها بگیم تحلیل همراه اینفورمیشن ها مثلا چی شد؟ سه راهکار اساسی، من شاید خواستم 2 تا بگم. شما به نفر میگی یک شنبه میای بریم بیرون، میگه نه نمیام. بهش بگید یک شنبه صبح یک شنبه بعد از اون میای بریم بیرون. میگه باشه. توهم اختیار روش دارید مثلا شد چیه؟ توهم اختیار بشه، میگه یک شنبه صبح یا بعد از ظهر میگم مختار کنم، چون انسان اختیار خیلی بهش ارزش داره. اینجا گفتی سر آقا به خاطر من یاد گرفتم یه چیزی که بهم میگن از همون ابتدا شروع کنم بررسی کردنش. چرا گفت سه تا راهکار؟ چرا گفت اساسی؟ مگه من میخوام غیر اساسی راهکار بدم؟ میخوام دو تا میخوام ببینید کلی نکته توش داره. فضای مجازی تبلیغ دین من چند موردشو عرض کردم. یک، میتونید روی رنکینگ ها کار بکنید. امروز یک نفر میزنه شیا مسلم آبروی حیثیت در ما نمیده به قرآن قسم. تا بزنید تو گوگل ایمیج شیا مسلم عکس خمه زنی بود. خدا باعث و بانیشو هدایت کن، اگر نمیشه نابود کنه. شوخی هم نه، آبروی تشیع رفته. 95% مسیحیایی که دارن مسلمان میشن تشیع انتخاب نمیکنن. بخش عمدهش به خاطر بخش عمدهش نگفته همش. بخش عمدهش به خاطر چیه؟ خاطر عکس خمه زنی. اینو مش بخشی. برای خود من ایمیل زدم اسپانیاییه که you are wild، شما وحشی هستید. گوگل ایمیج بزنید شیا مسلم، بعد بزنید سنی مسلم. اونجا نماز جماعت میاد، اینجا فقط خون میاد. شما حق دارید به آدم خالی و ذهن میخواد انتخاب کنه. و غرب هم داره این کار کنه. آیا چند درصد شیعیان منقمه میزنن؟ نکته سا. بیاید اون رنکینگ ها کار بکنید. هر چند بهتون بگم اینا نرم افزاری دارن که یوهی میتونن بیارن پایین چیزی بیارن بالا. این کار از دستشون در میاد. روی این کار کنه. یک نفر داره سرچ انجام میده، بعضی چیزا از اطلاعات درست حسابی درش وجود نداره. بیا تو سایت شما، بیا تو مطلب شما. این تبلیغ دین امروز وقتی غربی‌ها این حجم از این راهپیمایی 40 رو می‌بینن، می‌خوام ببینن ویز امام حسین. امام حسین کیه؟ چرا برم تو ویکی‌پدیا که مش مزخرفات میام می‌نویسن؟ حداقل اگه میتونید آدم داشته باشید هی برید ویکی‌پدیا رو تبلیغ کنید. خب میاد تو چی؟ تو زمین بازیش میشه. هرچند بهتون میگم تو زمین دشمن بازی کردن کار سخته، اما من اعتقاد دارم تو زمین دشمن میشه حرکت چریکی خوب انجام داد. جنگ کلاسیک سخته، اما حرکت چریکی چی؟ خیلی خوب میشه. بعضی از این بچه‌ها بودن میمدن هک میکردن، میرفتن یه سایت صهیونیستی میوردن پایین، چیکار میکردن؟ مثلا عکس امام میذاشتن، عکس پرچم اینا میذاشتن، یه فوش ابری میرفتن پیدا میکردن تو گوگل ترنسلیت میذاشتن براشون حواله اونا میکردن. بعد میگفتم این چه کاریه؟ اون یک ساعت بعد برمیگرده. میگفت چیکار کنم؟ گفتم بذار یاد بگیرم. گفت چی؟ گفتم آه سایت طلا جواهر فروشی اسرائیل هک شده. خب اینا یه سایتی دارن مثل بانک چه جوریه؟ فرم کاغذی یکسان برای همه، برای چکاش داره. اینا فاکتور یکسان تو کل اسرائیل تو رژیم صهیونیستی برای خودشون داشتن. آقا داخل این الماسی که بالا سر فاکتور بود کله عماد مغنی گذاشته شد داخل الماس. اینا 40 روز فاکتور صادر کرد. حالا برید فاکتوراتون جمع. این میشه کار چیریکی میشه انجام داد.
متوجه؟ اما کلاسیک بله. فیسبوک هم شما زدی. صفحه اول فیسبوک به جای اون 13 تا آدمه که وجود داره 13 تا آدمه که برعکس به هم وصلن بکنی میشه سکس. خب خیلی قشنگ یه عکس تو میتونی بذاری اما یک ساعت بعد برمی‌داره. اون سرور دست خودش خاموش می‌کنه دیگه از بیشتر. میره تو دیتا سنتر برقشو می‌کشه دیگه از تراکتوری تر. ما اینقدر از روسیه بهمون حمله کردن و اینقدر حمله کردن کلا آی پی روسیه بسته. یه نفرم کار عادی داشت از روسیه می‌خواست به سایت ما رجوع کنه نمی‌تونست. الان شما تو گوگل بنویسید مساف اصلا سایت ما نمیاد. گوگل ما رو فیلتر کرد. با هیچ سایت جمهوری اسلامی کار ندارم با ما فقط. الان کل ایمیل و نامه نگاری و بحث اینه که آقا چرا این کارو کردید مگه ما چیکار کردیم؟ ما که آروم نشستیم سر جای خودمون صدامون در نمیاد. اصلا با هیچکی کار نداریم. خب بنویسید تو اینترنت بنویسید راه فیفو تنها سایتی که نمیاد مساف توتایا. مس آف میاد آ اون سایت ما نیست. سایت مستندی بوده به اسم مساف پخش شده مستند. مس آف مساف دات آی آر سایت ما نیست. کی میدونه چقدر این توی سرچ گوگل بیاد روی رنکینگ اثر داره. خب اینا خوب خبرن برای نشون. میتونی روی این چیزا کار بکنید آقا روی بخشایی که واقعا بخشای کار نشده دین ما خیلی زیاده. کسی نیست اون زمان رو بشناسه. برید آقا یه مترجم پیدا کنید این همه متن ما در مورد امام زمان داریم با نگاهی که یک خارجی اینو میخواد بخونه با نگاهی که یک خارجی اینو میخواد بخونه دیگه شما روایت از فلان کتاب بیاری به دردش نمیخواد. دقت کنید با اون نگاه بیاری برش جا بود چگونه در مورد ماهوره هم معروف نهی از منکر. ببینید بیاید یک ضرب المثلی داریم الانسان و حریص و الا ما منه. این ضرب المثل حدیث نیست اونجا که من تحقیق کردم و همیشه هم درست نیست. ببین میگن انسان ها نسبت به چیزی که معنی میشن حریص میشن. درسته این حرف. اما این خدمت شما عرض کنم گستردگی نداره و نمیشه تعمیمش داد به همه چیز. عمومیت داره. یک نفر بیاد به من بگه آقا اینو نخور اینو نخور اینو نخور اینو نخور. جذب میشم میگم مگه چی داره؟ ببین من اینو میپرسم نه که برم بخورم. اشتباه نکن. میگم مگه چی داره میگه نخور؟ میگه آقا توش سم میگم باشه. نخور برای چی؟ آقا من دارم یه مگس افتاد این تو برداشتن انداختم بگیر. میگه بنده خدا رفت قهوه خونه معتاد بود این چای بخورم. تو چای اینا مگس بود. اولی مگسشو برداشت و قاشق انداخت کنار خورد. دومی یه خورده از بغل مگس شروع کرد خوردن. خمار بودن حالیشون هم. سومی مگس رو برداشت یه فشاری داشت سه قطعه ازش چیز گفت پدر سوخته چقدر چای خورده بود. انداخت این طرف. خب حالا بگه مگس گفت اون معلومه دیگه لب نمیذارم. خب ما مونه گفتیم نخور حالا برو آب مگسی رو بخور. چی میره؟ بیا تبیین کنید به این آقا بگید عزیز من تو که ماهوار آورده خونه‌ت خانم شما داره این داستانی که این خانم با برادر شوهرش رفیقه تو ذهنش میشه. تحلیل داره تو ذهنش. خانم بزرگوار اینی که با خواهر خانمش رفیقه تو این سریالی که مثلا شبکه جم داره پخش میکنه این تو ذهن میشینه. شما میبینه اگر آقاتون یهوی برمیگرده میگه امشب خرم سلطان داره نمیگه حریم سلطان یعنی چی؟ یعنی مقصود او از کعبه و بتخانه فقط همین خود خرم سلطانه. چون سریال اصلا فقط چرا نمیگه سلیمان پاشا داره؟ چون سیمی کلوفتر نمیگه. میگه چی داره؟ خرم سلطان. میخواد بیاد فقط خرم سلطان بگه. یه زمانی بودم این سریال امام علی رو بعضی میگفتن امشب چی داره؟ بتام داره. حالا اینش که دیگه سانسور بکنی شما یه بینده یکی گفتن نظر چیه در مورد سریال آماری با خوب بود اونتا به جای امراض اگر بطان بود اما گفتیم میگه باز نکردیم مطلب. خب باش فردان سان عزیزان بیاید خطراتشو بگید. بله اونم به تو بگم خرم سلطان تو دلش میشینه حتی دیگه بدش کن رنگ و رنگشون تو خیابون هست میره سمتا چیز آشکاری دین ایمون هم نداشته باشه که خیلی سریع‌تر میره. اگه نگه داشته شوهرت رو بگم چی آها فکر نکنی میلشه نه میله رو داره ایمانشه تقواشه نگهش داشته. اگه میل نداشته باشه که مریضه که دکتر باید بره. میله هست شما تو مارمزون تشنه بشه به آب میل نداری؟ هست تقوای تو رو مانع میشه نمیره به سمتش. گرفتن جلوگیری نفس یعنی همین. بله این اثراتو باید ببینیم. الان درصد بالایی از خدمت شما عرض بشن طلاقها درصد قابل توجهی عزیزان ها درصد قابل توجهی از طلاقها شده
خدمت شما عرض بشم بحثای طلاق‌های ماهواره‌ای معروف شد. طلاق‌های ماهواره‌ای الان یه داستانی برای کشور ما درست کرده که آمار کلی کشور هم به تو راستیه دارم میگم. آمار کلی کشور 21% طلاق. این شبکه فارسیوان بوده، چند جا من این پخش کردم ببینید. محتوای شبکه چی نشون میده؟ 12% خیانت زن و شوهر به دیگه. زن و شوهری که ماهواره تو خونتونه حداقل یک درصد رو احتمال داره این اتفاق. رابطه نامشروع 12%. سقط جنین 4%. رابطه جنسی قبل از ازدواج 22%. فرض دختر اگر رابطه جنسی قبل از ازدواج داشت، بد بر نخورم. بارداری قبل از ازدواج 12%. دوستی با جنس مخالف 9%. تجاوز جنسی 4%. رفتار جنسی زننده 4%. خیانت به همسر 3%. فرزند نامشروع 15%. چی میگه؟ میگه ببین، میگه رابطه جنسی قبل از ازدواج داشته باشه. اگر به بارداری قبل از ازدواج رسید نگران نباش، میتونی سخت جنین کنی، دو میتونه فرزند نامشروع باشه. قشنگ چیده راهکار، یعنی چند نفر مهندسی کردن نشستن این فارسه. سریالاشو شروع کرد با چی شروع کرد؟ با سریالای عمدتا کره‌ای. آمریکایی چون خواست فرهنگ آمریکا رو کره‌ای، برای چی؟ برای که شما کدو بهش داده بودید با یانگو و جونگ. که ایرانی ها سریال کره‌ای دوست دارن چون فرهنگشون به شرقیه، به شرقی ها نزدیکه. اونا سه نسل میبینی توی خونه زندگی میکنن، اونا میبینی دعوایی هم که بین زنها وجود داره و مادر شوهره و نمیدونن فلان، همین بحث هست بینی اینجا هستش خیلی واضحه. فلسا خطرات رو بگید به خدا قسم. من یک شهر سخنرانی داشتم در استان، فکر کنم فارس بود اونجوری که تو ذهنمه. بعد از سخنرانی من فردا پس فردا شدیم کسی ما دعوت کرد، اون ماهواره بود، مظرات ماهواره بود، بنده رو با اون تماس گرفت، گفت آقا تعداد بسیاری به ما رجوع کردن. گفتم ما همون شب رفتیم خونه جمع کردیم بسیار بردشون، چون خطرش من رابطی خودم به خدا قسم تو سوگر میکنم تو مؤسسم و تو خونه ماهواره ندارم، برای اینکه به خطراتش چی هم واقفم. اینم بهتون بگم، من میتونم هم توی خونم هم توی مؤسسم با مجوز ماهواره داشته باشم، که کسی هم یعنی با مجوز داشته باشم گناه هم دیگه نداره. چرا؟ چیه؟ شرعاً دیگه گناه هم نداره، قانون تاییدش کرده. چرا؟ چون میگن آقا شما تحلیلگری باید ببینی این اخبار چیه. میگم من نسبت به آخرین اخبار صهیونیست و غیر صهیونیست رو بروزم، خیالتون راحت باشه. لزومی نداره بیارم، چون خانواده‌ام از دست دادم، همکارام تو مؤسسه از دست دادم. مؤسسه مرکز مطالعات اسرائیل دستم بود، ما شبکه های اسرائیلی رو ماهواره آموس میگن. آموس رو داشتیم، شبکه 33 رو میگرفتیم، شبکه کنستش رو میگرفتیم، شبکه 99 رو میگرفتیم، نشستیم نگاه میکردیم. خب شاید من بگم 4 بار تو اتاق رفتم، اونم فقط خبری بود، اخبار بود، دعوا میکردن نمایندش رو با هم بشن. خب یعنی یک بار من بگم 4 بار نشد، من بگم یک بار برم تو بشینم بگم بزن کانال ببینم چی داره فلان. خب اما بقیه کانال‌ها رو گفتم همه رو ببندید، همه کانال‌ها رو ببندید. این آدمی که اینجا میشینه ممکنه هر لحظه چی؟ وسوسه بشه بره کانال دیگر نگاه کنه، کار خودش باقی بمونه اصلا. وسوسه شرش گردن خودش به من شد. خب این بذارید این کاغذ رو بهش کنیم سال بعد، چون به یه خط نوشته شده مونه یه نفر سه تا سال. با توجه به اینکه صحنه‌های استخدام و زننده حرام و غیر جایز است، با این حال مشاوری که با صحنه در ارتباط هستند از افراد مسئول سانسور از شو اینا فتوا شرعی دارن به تو بگم، اما اثر وضعی رو وجودشون داره. فهمی چی شو؟ اثر وضعیشو داره. یه موقعی هستش که یه چیزی از حرامه، پزشک به شما میگه باید بخوریم. مثلا چی شو؟ پزشک به شما میگه و مجوز شرعی ها، نه که فقط خیلی الان مود شده شما بعد ما رمزون سر هر دکتر میگیم یه خطا میخواد بگی سخته، میگه نمیخواد بگیری. من متاسفانه خود اینجوری شد. مجوز شرعی هم داره، گناه نکرده، اما فرض کنید نفر مشروب خورده، نمیدونسته مشروب مست نمیکنه، اثر وضعی جسمی داره، اثر وضعی روحی هم داره. کسانی که این مشاغل رو انتخاب میکنن افراد بسیار فداکاری هستن به خدا واسه، میگن من دارم روح خودم رو غلیظ میکنم، خراب میکنم به خاطر مردم. یعنی این باید با وضوح بره پای این کار بشه و در عوض باید یک سری عبادات خودش رو، یک سری مستحبات رو بیشتر انجام بده، اثرات رو چیکار کنه؟ کمرنگ کنه، به خدا اثر بذاره. عجیب اثر بذاره.
من یه ماجره برای شما تعریف کنم از این شیطان پدر سوخته. اصلا عجیب بود این اتفاق برای خدا من. شاید ماجره مال 8 سال پیش باشه. یه سایتی بود اون موقع 7-8 سال پیش بود اشتباه نکنم. سایتی به اسم آویزون. بعد سایت جنسی بود. یک سایتی بود که زدشان در سپاه هم اینا رو گرفت کشیدشون ایران. تو ایران دستگیرشون کرد. یعنی از خارج آوردشون گولش بزاد برد ایران گرفتشون. اعترافات تکان دهنده ای دارن که تو اینترنت هست. بزن اعترافات گردانندگان سایت‌های غیر اخباری. یک مجموعه از ما خواست به اینا همکاری کنیم بر مورد آنالیز این سایت. خب این که من میگم نمیپذیرم برای اینکه اثرات رو ذهن خودم دیم. من معمولا دیگه چون خدمت شما عرض کنم از ساعتهای مثلا دیگه 9-10 شب میشستم پای این سایت تا 12-1 نصف شب بررسی میکنم آنالیز. و خوشم هم نمیومد واقعا. یعنی اصلا من باید باشم. یک لحظه من به خودم آمدم دیدم تمام تقریبا اکثر دقایقی که من توی این سایت هستم و دارم چیز میکنم با خودم دارم یه چیزی رو زمزمه میکنم. به خودم آمدم دیدم دارم نوحه میخونم. متوجه چی شد؟ این شرطی سازی به وجود میاره. یعنی چی میشه؟ میری پای روزه میشینی عکسش اتفاق میفته. چی میاد تو ذهنت؟ مطالب که تو اون سایت دیدی و خوب بود. عجیب بود. دیدم نوحه داره میروزه سازم. من یعنی واقعا به خودم میگفتم یعنی دنبالش بودم. میگفتم چی تو روزه ها میشینی؟ بیشتی مزخرف بود. خیلی همون میاد. کار شیطونه کار شیطونه. اه؟ اینجوری این دشمن شما میبینید؟ اینجوری حاضر باش به من ببینیدش درکش کنید که میخواد مبارزه کنید؟ یعنی کار سخته. اولا گفتم فتوا میخواد. یعنی اگر قانونی هم هست یه باید بیرون مجوز قانونی درست حسابی مجموعه درست حسابی شده. بالاخره یک نفر به قول شما واقعا تو سلسله نشسته بنده خدا باید کات کنید. مجبوره یا روتوسکوپی انجام میدن بدنهای برهنه رو میپوشونن. خیلی هم هنرمندان این کار رو میکنن ها. خیلی هنرمندان. یه بار 23 بود چی بوده که اینا نشون داد اصلا باور نکردنی بود. آدم رو ور میدارن. گلدون میذارن. نرده میکارن مثلا فوق تخصصیه. خب؟ بالاخره باید ببینه بنده خدا که نمیتونه. اما میشه اینا به شما بگم. میشه اونایی که خیلی کار کردن کارشون درسته میشه به چشم یاد داد که نبینی. میشه. اما باید بزرگانه. باید رفتن. شما در جان من همین رو دارم میخوانم چه نمون اون باید چیز چه ما دیگر اولویت همین فیزیکی که رو قرار گرفته یه بابایی گفتن که چرا نماز تو آخر وقت میخونی گفت آخه شما حالیتو نی خدای نماز ها جمع میکنه قشن نماز ها میره رو کیسه خب وقتی هم میخواد حساب کنه همین رو برمیداره شما بانک ها قدیما که میرفتی دفترچه ها رو که میگرفت چیکار میکرد آخر یارو میچرخون، من نمیدونم چرخوندی یا نه شما اگه دقت کردی سوال جدی که بردم میذاشتم زیر بعد شما چکار کنم؟ نماز الان یعنی؟ 10 دقیقه دیگه بابا 10 دقیقه ما 5 دقیقه دیگه تمام کنم 5 دقیقه هم برید سنت خودتون نماز نه تو ما رو خود ببری برده خدا خیلی این هم ببر بسطه این هم بازه بشون خب آقا شما سلام علیکم من اکثر سخنه شما رو گوش کردم و شما در اکثر مواقع خوب دقت کنید دو تا کلمه اکثرشون استفاده کرده خودش ذهنیت داره غالب میکنه خب شما به هیچ وقت اکثر سخنرانی من گوش نکردید چون غالب سخنرانی بنده پخش نمیشه بله نه تو اینترنت پخش میشه نه تو جایی چون بسیار از سخنرانی که بنده انجام میدم تو نهادهایی که اجازه پخش هم داده نمیشه است پس این یک در اکثر مواقع دشمن ما دشمن اصلی به نام یهودی های بد یاد میکنه در حالی که در قرآن دشمن اصلی و از زبان ائمه دشمن اصلی شیطان به هیچ وجه در قرآن اینطور که شما به این صراحت گفتید نیست قرآن میگه لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا سه تا قسم حضرت عباس لامش قسم تاکید تای مضارعش تاکید نون مشخص شده بله شیطان عدو مبین آشکار روی زمین قرآن میگه شیطان شیطان انسی دشمن انسی روی زمین چیه دقت کنید میگه صحیح مسلم نکته جالبتر در اونطور که تو ذهن من عموم آیات قرآن جن بر انس تقدم داره درسته؟ جن بر انس در یک جا اشتباه نکنم بگم اشتباه نکنم قرآن میترسم در یک جا انس بر جن تقدم داره کجاست؟ اونجاست که داره از دشمن پیامبر میسازه
میگه برعکس اینا انسیشون از جنش خطا میکرد بدتره. بابا شیطون یه بابا یه روز یه جوری عجیب غریب داشت گناه میکرد. شیطون رسید تا کارش تموم شد گفت لعنت خدا باشه. شیطون رو بر پدرت لعنت، بر مادرت لعنت، بر جد داوود لعنت. این گناهی که تو اینجوری انجام دادی من هزار سال فکر میکردم به ذهن من نمیرسه. بعضی به شیطون درس میدن. میگه دیگه علم و عقل ما از شیطون بیشتره. شیطون تجربه زیاد داره. بعضی کارا اونجوری که به ذهن این آدمی زاد میرسه بشه به ذهن شیطون نمیرسه. چون ما علم آفریده شدیم و علم الانسان ما لم یعلم. برعکس فرشته ها و اونا فرشته ها بزرگتر از اینا گفتن لا علم لنا ما نمیدونیم. انبه هم یا آدم به اسماء ها اولا از آموزش بزر برشون این اشتباه هم نکنم. گرفتی چی شد؟ من چون بحث رسانه هیچ وقت سخنرانی ها سوال هایی که خوندم اینجای آنالیز نکردم اما بهتون بگم توی این سوال هایی که خبرنگار ها میپرسن دقیقا همین نکات توش هست. شما تشخیص میتونید مخصوصا سوال هایی که این کریستین امانپور میپرسید، مایکل والاس میپرسید، لری کینگ میپرسید، در دل سوال الغا وجود داشت. یعنی من همونجا گفتم ای کاش مسئول من گفت نه خیر کی گفت اصلا وجود نداره. سوالات مشکل داره. بن یادم. اینم آخرین سوال. اگر بعضی فیلم‌ها در اینا تاثیر نداشته یا حتی تاثیر منفی داره پس چرا مجوز بخشش میگیره؟ منم سوال دارم. واقعا برای خودم هم سوال دارم. یا میگم لباس خارجی نخرید برای جلو میآورم آن را جلو آوردن رو نمیدونم. ببینید من گفتم بهترین نوع فیلتر کردن فیلتر درونی فردی. من خودم روم نمیشه بگم بیا جنس ایرانی بخرید این کوچه‌بارم ایرانی نباشه. گوشی موبایلم ایرانی نباشه. لپتاپ ایرانی نبود دیگه نتونستم. خب یعنی خودم رعایت میکنم. شاید یکی از این شرکت‌های اجالات شدن به گوش کافی رستوران بس خجالت بکشه چیزی برام بفرسته. اینقدر میگن شرکت‌هایی که تولید گوشی ایرانی میکنه شاید من 1 میلیون از این گوشی خریدم. هی میخرم. تقدیر تبلیغ هم اما افتخار میکنم که پولمو دارم میدم به هموطن. هی میدم. خب این افتخار. خب سرتون درد آوردیم. عذرخواهیم.